بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز یکی از بهترین روزها هست در آمریکا. اول اینکه جمعه هست، Friday is payday. دوم اینکه با یکی از همشهریام صحبت میکنم، آقای درویش نازنین، درویش رنجبر. خودش به من گفته بود که سالها پیش وقتی اولین بار شما رو دیدم یه دفعه گفتم ای نگاه کن اینم بس خودمون حرف میزنه. یکی از مشکلاتی که دوره شاه نتونست با مردم ارتباط برقرار کنه این بود که تلویزیون‌های شهرستانی، استانی رو اینها رو داشته باشه و می‌بینید که آخوندها با چه ذکاوت، با چه پدرسوختگی این کار رو انجام دادن. تلویزیون مشهد، تلویزیون کاشان، تلویزیون شیراز، همه چی هست. وقتی که مردم صدای آشنا بشنون، بدونی که بخوان وای میسن، گوش میکنن، توجه میکنن و یک کانکشن و ارتباطی با اون برقرار میکنه. من اجازه میخوام ازتون بیش از این شما رو منتظر نگه ندارم، از آقای درویش رنجبر دعوت کنم که با اینکه خیلی فرصت کمی بود وقتی من از ایشون تقاضا کردم، ولی روی من رو زمین ننداختن و دعوت رو قبول کردن و امروز میخوام از ایشون در رابطه با وضعیت فعلی اپوزیسیون و تأثیرات متقابل داخل و خارج بپرسم. آقای رنجبر یکی از اونایی بودن که برای این دولت جمهوری اسلامی کار میکردن و بعد تصمیم گرفتن که جدا بشن. اگه دوست داشته باشن یه توضیح خیلی خلاصه بدن که افرادی که احیانا ممکنه ایشون رو نشناسن باشون آشنا بشن و برنامه رو پی میگیریم و پیش میریم. آقای رنجبر، همشهری نازنین، خیلی خوش آمدید. ممنونم که دعوت من رو قبول کردید. این میکروفون در اختیار شما، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید. آقای سوربی سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان برنامه تلویزیون مردم و خیلی تشکر میکنم بابت دعوت از من در ارتباط با قسمت اول که اشاره فرمودید که برای جمهوری اسلامی کار میکرد. این ممکنه یک تصویر خب تقریبا میتونم بگم منفی مثلا در ذهن ایجاد بکنه، به همین خاطر من خیلی خلاصه خودم رو معرفی میکنم. من فارغ التحصیل دانشکده روابط بین الملل وابسته به وزارت امور خارجه هستم که به مدت 8 سال در وزارت امور خارجه کار کردم و در بخش بین الملل کار میکردم، مسئول در حقیقت همین کنوانسیون های مربوط به مذاکرات حد اصطلاح هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی و این برنامه ها بود و به چه دلیل از کار سفارت استفاده دادم و نهایتاً هم با وزارت اطلاعات مشکل پیدا کردم و ناچار شدم از کشور خارج بشم. این بود که من متوجه شدم که جمهوری اسلامی از کوشش دیپلماتیک برای ترور مخالفین در خارج از کشور استفاده میکنه و این هم برای من با از لحاظ شخصی قابل قبول نبود و نهایتاً مجبور شدم با وجدان خودم تصحیح حساب بکنم. دو مورد خیلی خیلی خاصی که من شاهد بودم که از نمایندگی جمهوری اسلامی برای کوشش برای انجام عملیات تروریستی استفاده میکنن، یکی در ژنو بود و یکی در وین بود. در ژنو کاظم رجوی ترور شد که من از نزدیک شاهد بودم که چطوری امکانات نمایندگی به صورت غیر مستقیم در اختیار اون قاتلین که از تهران اعزام شده بودن قرار گرفته بود و همینطور در وین که دکتر عبدالرحمن قاسم‌نور رو ترور کردن، من در ارتباط با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تهران یه ماموری که موقت داشتم رفته بودم وین، دیدم که قاتل زندگیات عبدالرحمن قاسم‌نور در زیرزمین سفارت پنهان شده بود و این دو مثلا حادثه واقعا به نظر من بسیار بسیار جنایت آمیز رو که دیدم تصمیم گرفتم با وجدان خودم تصحیح حساب بکنم و احساس کردم که هر روزی که من در این سیستم باشم در حقیقت دارم بر ضد منافع ملی ایران کار میکنم و همین خاطر هیچ اصلا قصد مبارزه و نمیدونم اپوزیسیون بازی و این چیزها هم نداشتم. برگشتم تهران، استعفا دادم، استعفا منو قبول نکردن، من سر کار نرفتم، بازداشتم کردن. چرا نمیری سر کار؟ نمیتونستم بهشون بگم. به این خاطر من دوست ندارم دستگاه وزارت امور خارجه کار بکنم، چون دیدم که شما آدم میکشید و جواب قطعنامه‌هایی را که در کمیسیون حقوق بشر ژنو تصویب میشه با گلوله به مغز کاظم رجوی جواب میدی، بنابراین نمیتونم من با شما کار بکنم. و همین دلیل فقط جوابهای که برای اونا قابل قبول نبود میدادم که کار اداری دوست ندارم، نمیخوام کار بکنم،
اونها نهایتا متوجه شدن که من از سیستم خوشم نمیاد و با سیستم مشکل دارم. به هر رو دیگه داستان رو طولانی نکنم، منجر به این شد که استعفا من قبول نکردن، ممنوع خروج هم کردن و بعد از درگیری های بسیار که باشون داشتم، نه درگیری های فیزیکی، منظورم کشاکش هایی که باشون داشتم، مجبور شدم که از کشور خارج بشم. این یه خلاصه بود از این که اشاره فهمودی که برای دومرستانی کار میکرد. خلاصه کسی که توی زندان اوین شکنجه میکنه اون داره برای دومرستانی کار میکنه، کارمند وزارت بازرگانی هم داره کار میکنه. من خواستم این موضوع مقدار روشن بشه. من ممنونم، اتفاقا به موضوع خیلی مهمی شما اشاره کردید، متشکرم که به من این فرصت داده میشه که الان در موردش صحبت کنم. من بارها گفتم همه اونایی که میگن هر کی برای آخوندا کار میکنه بعدن چنین و چنان، شما با اون معلمی که کار میکنه، با اون رفتگری که کار میکنه، با اون مأمور اداره راهنمایی، مأمور نمیدونم اداره مالیات، اینا میخوان چه کار کنین و این توضیح رو دادید. اجازه بدید من همینجا به شرف شما، به اراده والاتون سر تعظیم فرود بیارم و امیدوار باشم حتی اونایی که برای جمهوری اسلامی در قسمت‌هایی که شما اسم برید شکنجه‌گرن، نمی‌دونم پاسدارن و هر چیزی که هستن، اونها هم به این حقیقت پی ببرن و خودشون تصمیم بگیرن که چه زندگی رو میخوان داشته باشن و بیان برای روشنگری و این برانور صحبت کنن. شما توی صحبتاتون یک کلمه خیلی قشنگی رو گفتید، گفتید من ال اپوزیسیون بازی هم نیستم. اتفاقا برنامه من امروز در این رابطه است که آیا این اپوزیسیون یک بازی هست یا واقعا یه چیز جدی هست که مثلا جمهوری اسلامی و آخوندها هم اون رو جدی میگیرن و در موردش صحبت میکنن. آیا صحبت هایی میشده اون موقعی که شما بودید و این برنامه ها رو میدیدید، گزارش میدادید یا گزارش هایی میرسیده که مثلا فلانجا این تظاهرات شده و اینها، کلن دیده نگاه جمهوری اسلامی و آخوندا به این اپوزیسیونای خارج کشور چیه؟ داخل کشور که چنان بیچاره ها رو در به اصطلاح قلوبند نگه داشتن که اونها نمیتونن صحبت کنن و شاهد بودیم که سال 2009 یا 1388 با این همه مردم که آمدن بیرون با ساکت نشستن آمریکا و کشورهای دیگه، آخوندا هم تا اونجایی که دلشون میخواست به مردم ثابت کردن که هیچ امیدی نیست و همین هست که هست. حالا شما بیای برای ما راجع به این اپوزیسیون، مخصوصا اون کلمه‌ای که گفتید اپوزیسیون بازی، صحبت کنیم. این نشستایی که اینور اونور میشه، تظاهرات که دیگه از بین رفته چون خودشون میدونن کسی نمیاد، یه مقداری در این مورد برای ما بیشتر صحبت کنید و تأثیرات متقابل داخل و خارج. بعد میخوام بیام سراغ دولت روحانی و برخوردش با این اپوزیسیون ها. بفرمایید. اولا خدمت رو عرض کنم با آقای سوربی، من این واژه رو باید مقدار بشکافم که گفتم اپوزیسیون بازی. به هیچ وجه منظورم واقعا کم کردن ارزش هموطنانی که در خارج از کشور به فعالیت سیاسی میپردازن نبود. صرفا هدفم این بود که گفته باشم که من به این هدف از جمهوری اسلامی به اصطلاح بیرون نیومدم یا اینکه استعفا ندادم که صرفا بیام اپوزیسیون جمهوری اسلامی بشم. یعنی اگر که اونها استعفای منو قبول میکردن، من توی تهران مثلا هدفم این بود که حالا یا هم شهرستان خودمون شیراز یه آموزشگاه زبان بزنم و در حوزه قلمرو آموزش زبان انگلیسی فعالیت خودم رو بکنم و به زعم خودم هم همینقدر که از دستگاه فاصله گرفتم، سهم خودم رو و به قول معروف دین خودم رو در مسیر اون چیزی که به نظر من مساله ملی خونده میشه ایفا کرده بودم. یعنی منظورم این نبود که به هر حال فعالیت های اپوزیسیون رو واقعا بخوام قدر ننهم یا اینکه بخوام قول معروف اونها رو تخفیف بکنم. در مورد این مسئله اپوزیسیون اجازه بده که من اول برداشت خودم رو از زمانی که در وزارت خارجه بودم اول بیان بکنم. ببینید جمهوری اسلامی همیشه به اپوزیسیون خارج از کشور به عنوان یک تهدید نگاه کرده. یعنی علارغم تمام ضعف‌هایی که اپوزیسیون داره، عدم هماهنگی‌هایی که با هم دیگه دارن، جنگ و دعوایی که بین خودشون هست، رقابت‌هایی که بین خودشون هست، تخریب‌هایی که همدیگه رو می‌کنن، ولی اون چیزی که به عنوان مجموعه اپوزیسیون شناخته میشه از دیدگاه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید شناخته میشه. ببینید دلیلش هم این هست که
تا زمانی که اینا تیغشون میبرید حدود 170-180 ترور خارج از کشور انجام دادن. یعنی اگر اپوزیسیون خارج از کشور بی تأثیر بود، خب اونا اینقدر هزینه نمی‌کردن که مثلا بیان از سفارت جمهوری اسلامی در وین استفاده بکنن به عنوان پوشش و این همه مرابطات مثلا تجاری، سیاسی، اقتصادی که با اروپا دارن اینا رو به خطر بندازن که مثلا فرضاً عبدالرحمن قاسمی رو ترور بکنن، یا مثلا دکتر عبدالرحمن برومند رو ترور بکنن، یا مثلا بمب بذارم در لندن توی اون مغازه‌ای که مال فرزند زنده یاد رضا فاضلی بود مثلا ایشونو بکشن. پس بنابراین در مجموع اونا به اپوزیسیون خارج از کشور به عنوان یک تهدید نگاه میکنن و حق هم دارن به عنوان یک تهدید نگاه بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت این رژیم جمهوری اسلامی باعث شده که میلیون‌ها نفر از ایران خارج بشن و خروج این حجم از مردم از ایران در حقیقت نتیجه وجود این رژیمه. و هر کسی، حتی اون کسی که میگه من اصلا سیاسی نیستم، کاری هم به سیاست ندارم و مرتبا مثلا میاد خارج از کشور، میره ایران، بیزنسشون میکنه، تجارتشون میکنه، همون هم به نوعی فکر میکنه که خب من که میام ایران، میام خارج از کشور و این دسته تعداد از هموطنانمون رو میبینم که نمیتونن برگردن ایران، مثلا ایران از کجا هست؟ پس بنابراین حتی اگه 1% از این میلیون هایی هم که از کشور خارج شدن دغدغه ایران داشته باشن و به نوعی یه جای دور هم جمع بشن و اون دغدغه رو بیان بکنن، رژیم 100% شاخک‌های امنیتی چیز میشه ببینه اونجا چی میگذره، چه حرفی گفته شد، چه تصمیمی گرفته شد، چه برنامه‌ای برای آینده دارن. پس بنابراین اینو من به صورت خیلی کلی از خدمت رو عرض بکنم. چرا؟ جمهوری اسلامی به اپوزیسیون خارج از کشور به عنوان یک تهدید نگاه میکنه. این یک قسمت بعد هست. قسمت دوم، خب این هست که این اپوزیسیون آیا تأثیری گذاشته یا نگذاشته. خب مسلمه، همیشه این سوال مطرح هست. خیلی خوب، 35 سال اینا دور هم جمع میشن، 35 سال صحبت اپوزیسیون میکنن، از نمیدونم شورای ملی مقاومت که یک زمانی رجوی و بنی صدر و چهره‌های شاخص اپوزیسیون درش جمع بودن، اینا ادعا کردن ما داریم مقاومت میکنیم، بعد تشکیلاتی آقای دکتر زنده‌یار، دکتر بختیار درست کرد، مقاومت ملی، و همینطور این قول معروف، شاید چیزی که به زعم برخی ها اپوزیسیون بازی نامیده بشه، این ادامه داره. خب تاثیرش چیه؟ رژیم که داره حکومتش رو میکنه به قول معروف سر جاش سفت و سخت هم نشسته، مردم هم دارن قرقرشون رو میکنن و نالهشون رو میکنن و فشار اقتصادی و فشار نمیدونم بگیر و ببند اونهایی هم که یک ذره حرفی میزنن، یه مقاله نرمی در یک روزنامه منتشر میکنن میگیرن میندازن زندان. پس بنابراین خب چه تأثیری داد؟ من روی این قسمتش یه مقدار صحبت دارم. ما نمیتونیم تحولات اجتماعی رو از این زاویه نگاه بکنیم که مثلا واکنش های شیمیایی یه دفعه مثلا شکر رو بریزی توی لیوان آب بگی آها ببین شیرین شد. خب این به قول معروف واکنش های شیمیایی یا به عبارتی بخوام بگم اون کنش و واکنش های علوم تجربه قابل پیش بینیه. عشان مشخصه که اگر که مثلا یک موشکی رو با فلان مقدار مواد سوختی تامین بشه، این مقدار کیلومتر رو میتونه طی بکنه، ولی تحولات اجتماعی به این دقت نیست که بشه قابل پیش بینی باشه که بگیم خیلی خوب حالا اگر که اپوزیسیون دور هم جمع شدن آیا 6 ماه دیگه رژیم سقوط میکنه، یه سال دیگه رژیم سقوط میکنه. نه، خیلی فاکتورها به قول معروف درگیر این قضیه هستن که هیچ کس نمیتونه اون فاکتورها رو همه رو در کنار هم بذاره و بتونه به طور دقیق تحولات سیاسی اجتماعی رو پیش بینی بکنه. منتها علارغم این حقیقت، یک موضوع دیگه هم هست. میتونیم ما بر اساس بعضی فاکت‌ها یا بعضی عواملی که در حقیقت اون عواملی که مورد تایید دانشمندان علوم سیاسی اجتماعی هست، مثلا رژیمی که حق حاکمیت ملی رو ضایع کرده باشه، این محکوم به سقوطه. حالا کی سقوط میکنه، این کیش رو هیچ کس نمیتونه تعیین بکنه. یه مثال تو این مورد من بزنم، مثلا سیستم اتحاد جماهیر شوروی، تقریبا همه اندیشمندان و علوم سیاسی اجتماعی اتفاق نظر داشتن که این سیستم محکوم به سقوطه، ولی همین افراد و همین نخبگانی حتی از دانشگاه هاروارد که معتقد بودن که سیستم اتحاد جماهیر شوروی محکوم به سقوط هست،
در سال 1989 به هیچ وجه نمیتونستن پیش بینی بکنن که در سال 1990 اتحاد جماهیر شوروی وجود نخواهد داشت. ولی قبل از تاریخ سقوطش که 1990 بود، چرا بسیاری از فاکتورها رو کنار هم قرار میدادن و میدونستن که این روندی که این سیستم داره طی میکنه محکوم به سقوطه. پس بنابراین تاثیر اپوزیسیون بر اینکه چی به اصطلاح این رژیم ساقط میکنه برمیگرده به اینکه تحولات اجتماعی عوامل بسیاری درش دخیل هست که پیش بینی یک امر غیر ممکن میکنه، به اضافه اینکه به هر حال اپوزیسیون بی تاثیر نبوده و به نظر من به عنوان یه تهدید از جانب رژیم بهش نگاه کرده میشه. ممنونم از شما. من چون شما رو دیدم در بعضی از این جلسات شرکت میکنید و اینها، اگر امروز اون دوستان بیان که در اپوزیسیون هستن، فعال هستن، من جمله شورای ملی، چه شورای ملی مقاومت، چه شورای ملی که بعداً از طرف آقای رضا پهلوی و دوستانشون راه افتاد، از شما بپرسن به نظر شما اشکال کار ما چیست، یا از شما سوال کنن به نظر شما چگونه یک جنبشی، یک سازمانی رو درست کنیم، شما چه کتاب، چه منوال، چه راهنمایی به اونها میکنید و نظر خودتون چیه؟ آیا هیچ وقت گفتید خودتون نمیخوان جزء این اپوزیسیون اینا باشید، ولی هیچ وقت به فکر این بودید که حالا که اینها نتونستن و من نمیخوام جزءشون باشم، خودم یک سازمانی رو درست کنم و از A شروع کنم تا به Z برسم؟ ببینید آقای سوربی، من نگفتم که دوست ندارم جزء اپوزیسیون باشم. من در حقیقت قول داده شدم طرف اپوزیسیون، هر کسی که خواهان نبود این سیستم خود به خود در کاتگوری یا در طبقه بندی اپوزیسیون قرار میگیره. حالا یکی که اپوزیسیون فعال تو نشستهای مختلف شرکت میکنه، فعالیت رسانه‌ای داره، در ایران بالاخره یه نقطه تماس هایی برقرار میکنه. یکی هم هست که اپوزیسیون منفعله، اپوزیسیون منفعل تو دلش آرزو میکنه این سیستم بره، ولی خب حالا به هر دلیلی نمیخواد فعالیت آشکار داشته باشه، حتی مسافرت چه میکنه به ایران و برمیگرده. پس بنابراین از این جهت من اینو روشن بکنم، چرا من خودم عضوی از اپوزیسیون میدونم و اگرم که تا اونجایی که از دستم بر بیاد واقعا برای پیشبرد اهداف اپوزیسیون تلاش میکنم. متأ این نکته که فرمودید، من میخوام از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنم. آقای سوربی عزیز، من احساس میکنم که انتظار ما از این زاویه که شما موضوع رو مطرح کردی از اپوزیسیون یه انتظار تقریبا خیلی زیادیه، یا یه انتظار اغراق آمیزیه، به این جهت که اپوزیسیون به تنهایی موتور یا انجین متحرک جامعه داخل ایران نیست. اپوزیسیون در حقیقت مقوم حرکت هایی هست که در داخل صورت میگیره. یعنی شما اگر به روند حوادث هم دقت بکنید، موقعی که مثلا جنبش سبز رخ داد و 3 میلیون مردم اومدن تو خیابون، همونطور که مشاهده فرمودید در تمام شهرهای مثلا خارج از کشور که ایرانی اجتماع ایرانی ها بود، تظاهرات برگزار میشد. پس بنابراین اپوزیسیون خارج از کشور یکی برایندی از حرکت داخل کشور هست. حالا بس اینه که چطوری میشه بین اون پتانسیل خارج از کشور و اون جامعه‌ای که الان به نظر من وجدان جمعیش در کما فرو رفته یه ارتباط ارگانیک برقرار بکنیم، یعنی طوری باشه که اون به اصطلاح وجدان خفته جامعه، یا به نظر من اون وجدانی که فعلا به کما رفته، اون بیدار بشه. از بین نرفته، نمرده اون وجدان جمعی، متأسفانه به حالت کما رفته که عوامل بسیاری هم در این مورد دخالت داره، از جمله سرکوب شدید از طرف سیستم. یعنی الان سیستم، چون منظورم رژیم جمهوری اسلامی، چون مشروعیتش از دست داده، تنها ستون حافظ این سیستم چی هست؟ ترس و ارعاب و ایجاد فضای پلیسی و امنیتیه. یعنی الان فضای پلیسی امنیتی و اون ترس و ارعابی رو که بر جامعه حاکم کردن، اینا اگه واقعا برای مثلا حتی یک ماه بر بدارن و مردم میتونن آزادانه نظراتون رو ابراز بکنن، به وضوح مشخصی که میلیونی مردم میان تو خیابون. پس بنابراین خود اعمال این ارعاب و ترس موجب شده که اون وجدان جمعی به کما بره. حالا ما بس این است که این اپوزیسیون خارج از کشور چطوری میتونه تأثیر بذاره رو اون وجدان
خفته یا اون وجدان جمعی داخل کشور که اونها به قول معروف به حرکت در بیان. این به خیلی فاکتورها بستگی داره. اول ایجاد اعتماده، یعنی بایستی به داخل کشور به اپوزیسیون خارج از کشور اعتماد داشته باشن. و متاسفانه از بسیاری جهات کارنامه اپوزیسیون در این مورد در طول 35 سال گذشته مفید نبوده. یکی دلیلش این بوده که دید واقع بینانه نسبت به تحولات داخل ایران نداشتن. دید واقع بینانه نداشتن، یک مثال براتون میزنم. مثلا در سال 1364-65 اتفاق مثلا سازمان مجاهدین خلق میاد میگه که این رژیم تا 4 ماه دیگه رفته است. خب وقتی که این دید واقع بینانه رو نداره و این رژیم هنوز بعد از 30 و چند سال هنوز سرپا وایساده، خب وقتی که این صحبت گفت، این صحبت به قول معروف میشه و میگه رهبری سازمان معتبر اپوزیسیون میاد میگه این رژیم 4 ماه دیگه رفته، خب این چی میشه؟ این باعث سلب اعتماد عمومی میشه. و وقتی اعتماد عمومی سلب شد دیگه تأثیرش در دراز مدت به حدی شدید هست که اون پتانسیل داخل کشور اعتماد نمیکنه به اپوزیسیون خارج از کشور. این که فرمودید که مثلا راه حل من شخصا اگه خودم رو به عنوان یک کارشناس امور سیاسی بین المللی تلقی بکنم با توجه به سوابق کاریم در وزارت خارجه، پرسیدید که راه حل شما چی هست. من نمیام هیچ وقت بگم که خب راه حل اینه که همه بیایید هم دیگه زیر یه سقف جمع بشید. اصلا قرار نیست. یعنی اصلا ماهیت و زیبایی دموکراسی در تکثر و تنوع هست. یعنی این نیست که مثلا ما بگیم خب یکی از ایرادات اپوزیسیون این هست که نمیتونن زیر یه سقف با هم دیگه جمع بشن. قرار نیست زیر یک سقف با هم جمع بشن، به خاطری که اون اجندا دستور کار هر گروه یا هر حزب یا هر سازمان با هم دیگه فرق میکنه. یکی هست که میگه که اولویت این هست که مثلا ما اول در ایران کار فرهنگی بکنیم. خب مثلا سازمان مجاهدین برای مدت بسیار زیادی، برای بیش از 2 دهه دیدش این بود که باعث از طریق مبارزه مسلحانه این رژیم مسلح میکرد. یکی دیگه میاد میگه که نه، به نظر من بایستی مثلا ما با گفتمان سازی اول زمینه رو فراهم بکنیم که مردم آگاه بشن که مثلا چی میخوان برای سیستم بعد از مثلا جمهوری اسلامی. یه عده دیگه میگن که خب نه، راهش اینه که مثلا بیایم با اون بخش‌های معتدل داخل رژیم که به اصطلاح به اصلاح طلبا معروف شدن، به اونا فرصت داده بشه که اونا بتونن از رژیم، از داخل رژیم رو تهی بکنن. خب وقتی که ما استراتژی‌های مختلفی داریم برای رسیدن به یه هدف مشترکی، دلیل نداره که همه افراد زیر یه سقف جمع بشن و اگر هم جمع نشدن اینو دلیل بر ضعفشون بدونیم. این اتفاقا دلیل بر بنظر من همونطور که عرض کردم زیبایی دموکراسی به تکثر و به اون رنگارنگی نظریاتی هست برای رسیدن به یه هدف مشترک. حالا اگر اینا در اون هدف با هم دیگه اشتراک نظر داشته باشن، اون هست که میتونه واقعا انجین متحرک اپوزیسیون تلقی بشه، که من فکر میکنم توی زمینه اپوزیسیون زیاد بدم عمل نکرده. یعنی مثلا همشون در مورد این موضوع اتفاق نظر دارن که در نظام آینده ایران باعثی مثلا دولت نسبت به دین مردم بیتفاوت باشه، نباعثی مثلا در قانون اساسی آینده آینده ایران پس از جمهوری اسلامی نوشته بشه مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری 12 امامی. اینو تقریبا هم مجاهدین ادعا میکنن قبول دارن، هم مثلا شورای ملی رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی قبول داره، هم نیروهای جمهوری ها قبول دارن. یعنی به نظر من اینو مثلا به عنوان بیس و پایه قبول کردن که آقا در حکومت آینده دولت نسبت به دین مردم بی تفاوت باشه، کاری نداشته باشه در امور دینی مردم دخالت بکنه. خب این خودش یه اتفاق نظره. حالا همونطور که گفتم درسته تاکتیک های رسیدن به این هدف از طرف هر گروهی با هم دیگه فرق میکنن، ولی در مجموع بازم خدمتتون عرض بکنم اینه که از بازم برمیگردم سر صحبت اولیام، از این میلیون های ایرانی که از ایران خارج شدن شاید میتونم بگم که 1% هستن که به صورت فعال میتونن در کاتگوری اپوزیسیون فعال قرار بگیرن. حالا باز میگم اپوزیسیون غیر فعال به میلیون ها نفر سر میزنه، حتی اون معلمی هم که با صحبت معلم کردیم از سیستم ناراضیه، اونم به نوع اپوزیسیون محسوب میشه، مثلا اپوزیسیون منفعل نه فعال. بس بنابراین اون 1% که اپوزیسیون فعال هستن به هر حال دغدغه ایرانو دارن، وقت میذارن، هزینه میذارن و دور هم جمع میشن و حداقل گفتمان سازی میکنن، حداقل میگن که آینده ایران اگه این شکلی باشه خیلی بهتره. خب این گفتمان سازی
خودش تعیین کننده مسیر راه است. من یه مثال اینجا بزنم بعد بیاد صحبت طولانی نکنم تو ممکنه سوالی پیش بیاد. مثلا وقتی ما به انقلاب مشروطه نگاه میکنیم دنبالی میگردیم که ببینیم که خب ریشه های انقلاب مشروطه چی بود. اولا که پیام انقلاب مشروطه تجدد و مدرنیته و حاکمیت قانون بود، یعنی مشخص بود که انقلاب مشروطه هدفش این هست که بیاد پادشاه مستبد را مشروط بکنه به یک سری مقرراتی که نهایتا قانون اساسی خونده میشه. ما وقتی که میخوایم ببینیم که این انقلاب مشروطه از کجا شروع شده، مثلا یک موردی که اشاره میکنن میگن که محمد علی جمالزاده که نویسنده کتاب یکی بود یکی نبود و نمیدونم خلقیات ما ایرانی ها که اولین نویسنده معاصر ایران محسوب میشه، مثلا ایشون به اتفاق دوستانشون در برلین مجله به نام کاوه بیرون آوردن. خب حالا اون زمانی که آقای محمد علی جمالزاده مثلا این مجله کاوه رو بیرون آوردن، اگه اشتباه نکنم مجله کاوه رو بیرون آوردن، خیلی شاید میگفتن که خب حالا این مثلا چه تأثیری داره، ولی نه، الان 108 سال پس از انقلاب مشروطه وقتی که ما دنبال عوامل وقوع انقلاب مشروطه میگردیم، یک عاملش هم مثلا این هست که این هفت نشریه منتشر میشده در برلین، میمده در ایران، اونم با اون ایرانی که اون موقع بیش از 90% مردم بیسواد بودن و حالا چند نفر مثلا مجله یا اون نشریه کاوه رو میخوندن، بله همونو به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در انقلاب مشروطه محسوب میکنن. پس بنابراین همینقدر که اپوزیسیون با تیپ‌های مختلف با گرایشات مختلف سر اون اصول کلی با هم دیگه توافق دارن، متوافق گفتم توافق منظور این نیست که حتما بیام زیر یه سقف با هم دیگه بشینن، بله در مورد اصول کلی با هم اعتقاد دارم، با هم دیگه اشتراک نظر دارم، دور هم میشینن و گفتمان سازی میکنن، یعنی در حقیقت دیسکورس ایجاد میکنن، میان میگن ایران آینده بهتره مثلا دولت نسبت به دین مردم بی‌تفاوت باشه، بهتره مثلا سیستم اقتصادی اینطوری باشه، بهتره مثلا نظام قانونگذاری اینطوری باشه، نظام قضایی اینطوری باشه، نظام آموزش پرورشمون این شکلی باشه. همینقدر که این گفتمان سازی میشه، به هر حال اون سیستم که جمهوری اسلامی که برای ابدالآباد که نمیتونه برقرار بمونه، به هر حال اون محکوم به سقوطه. دلیل محکوم به سقوط دلیل این چرا محکوم به سقوطه من گفتم بعدی خدمتتون عرض میکنم. پس بنابراین اینها گفتمان سازی میکنن برای ایران بعد، ایران فردا، و به نظر من قابل ارزشه. به هر حال نمیدونم حالا تا چه حد تونستم منظورمو برسونم. بسیار ممنونم، شما خیلی زیرکانه گفتید که این گروه ها ادعا میکنن که چنین کارهایی رو در آینده انجام میدن، و باز هم با همه تلاش هایی که اون شورای ملی انجام داد که این شورای ملی به نام آقای رضا پهلوی نباشه، این هم مثل تلویزیون های ما ایرانی ها که متاسفانه هرچی ما تلاش میکنیم که تلویزیون مردم تلویزیون مردم باشه ولی مردم میگن تلویزیون سربی، این رو به اصطلاح باید در آینده براش یک کاری انجام بدیم. قبل از اینکه من آخرین سوال رو از شما بکنم، یکی از دوستان که همشهریمون هم هستن آقای علی شیرازی، من براتون نوشته، ایشون رو این زیر اسکایپ میفرستم، نوشتن که این آقا چقدر به شما شبیهن، نکنه از فامیلای شما هستن. اتفاقا درست گفتید، من قسمت مادری فامیل من طرفای مردشت و اینها هستن و آقای رنجبر هم از اون منطقه هستن. حالا توی آمریکا یه برنامه‌ای هست که افراد میرن و یک جایی تحقیق میکنن، دی ان ای میدن، طرف براشون آزمایش میکنه، یه دفعه میبینی از جنوب مثلا آمریکا توی شمال آمریکا و کانادا فامیلاشون پیدا میشه. امیدوارم یه روزی برسه که من و آقای رنجبر بتونیم با آزادی کامل بریم مردشت و زرقان و پلخان و اینجاها و اون موقع ببینیم، شاید هم فامیل باشیم، بله فامیل این و اون. ولی من چون پارسال آقای رنجبر رو اینجا دیدم، ایشون خیلی از من جوانتر، خوشتیپتر، موهاشون هم که میبینید سفیدتر هست. ایشون میگه که آقای رنجبر خیلی هم منطقی صحبت کنه، ایشان بسیار منطقی هستن. در اصل من ممنونم. آخرین سوال من اینه، خط مشی دولت روحانی رو شما چگونه میبینید و مواضع اپوزیسیون به اصطلاح چشمنداز پیش روش چی هست؟ شما گفتید که خب همه چی یه شبه اتفاق نمیفته، ولی بعد اینجوری نیست که اگر اتفاقی هم افتاد
همه اینها بیان و مدعی بشن که بله این به اصطلاح ما مسئولش هستیم. شما میدونید الان سازمان مجاهدین در عراق ادعا میکنه که رفتن آقای مالکی و آمدن نخست وزیر جدید به اصطلاح در پی تلاش های اینها هست و واقعا به یک جایی رسیده که به جز توهم و چی بگم گزافه‌گویی دیگه چیزی دیگه آدم نمیتونه ازش ببینه. شما چشم‌انداز اپوزیسیون رو چگونه میبینید؟ خدمت رو عرض کنم که آقای سربی عزیز، در مورد اول اون قسمت بحثتون که گفتید که ما هر کاری میکنیم با تلویزیون مردم و به عنوان تلویزیون سربی میشناسن و هر کاری کردن خواستن مثلا شورای ملی رو به عنوان یک نهاد به اصطلاح مستقل معرفی بکنن، ولی به هر حال یه شورایی هست که بدون ایشون ماهیت وجودی نداره. این نکته رو من دوست دارم یه مقدار در موردش توضیح بدم و اینه که درسته این ایراد واقعا وارد هست که ما هنوز شخص محور هستیم، یعنی احساس میکنیم که به یه بت نیاز داریم که اون بت رو بذاریم در مرکز و بقیه اطراف اون بت طواف بکنن. این به حالی که از ویژگی های جامعه استبدادزده ما هست که به حال در طول، یعنی ما که هیچ وقت تجربه دموکراسی رو که نداشتیم که بیان به این جمع‌بندی برسیم که بله خرد جمعی است که حرف آخر رو میزنه، نه اینکه مثلا فرضاً حالا یه کسی به یه دلیلی یه ویژگی خاصی داره و بعد حتما بین بقیه باید عقلشون رو تعطیل بکنن و فقط به ایشون گوش بکنن. این برمیگرده به خب همونطور که گفتم به ویژگی های فرهنگی جامعه استبدادزده ما که در طول این صده های مختلف هر خانی هر نمیدونم عشایری که قوی تر بوده اومده به هر حال مملکت، مثلا مثل آقا محمد خان قاجار خب یه رئیس یه ایل بوده اومده مملکت گرفته و دیگه حرف اول آخر اون میزده. در ارتباط با این موضوع من میخوام خدمتتون عرض بکنم که من فکر میکنم که اگر که به قول معروف اون تحولات فرهنگی حداقل این سه دهه اخیر در داخل ایران نگاه بکنیم، الان جامعه ما از این جهت خیلی خیلی پیشرفت کرده، یعنی به نظر من این قابلیت و این پختگی رو داره که ما بتونیم مردم رو به عنوان داور نهایی قرار بدیم. این که من عرض کردم مردم رو داور نهایی قرار بدیم به این خاطر هست که حتی این که مثلا ما الان میگیم شورای ملی مثلا آقای رضا پهلوی بدون ایشون اصلا شورایی که وجود خارجی نخواهد داشت، خب حالا تصور بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی ساقط شده و ما قرار همه بریم ایران، ماها حداقل اپوزیسیون فعال، کنگره سکولارای صرف که مثلا دو هفته پیش در آلمان جلسه داشتن اونا مثلا در تهران برای خودشون کنگرهشون رو برگزار میکنن، شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی هم در نمیدونم مثلا خیابان سعدآباد برای خودشون دفتر حزبی میزنن اونجا فعالیت میکنن، جمهوری خواهان نمیدونن تو میدون رسالت دفتر میزنن اونجا فعالیت میکنن، اون در نمیدونم جلو دانشگاه تهران دفتر میزنه فعالیت میکنه، همه اینا فعالیت میکنن. پس بنابراین داور نهایی مردم هستن، یعنی حداقل فکر میکنم در این سطح اپوزیسیون با هم توافق کردن که در کنار مثلا اینکه در دولت در ایران پس از جمهوری اسلامی دولت کاری به دین مردم نداشته باشه، حداقل تا این حد میشن همدیگه توافق دارن که آقا در حکومت آینده صندوق رأی هست که تعیین میکنه. حالا این که صندوق رأی میشه توش تقلب انجام بدی، این که به اصطلاح با پول میشه رأی مردم رو خرید، با چهار تا چلوکوار میشه مثلا 500 تا رأی بالا پایین بکنی، اینا یه بحث جداگونه است، اینا خودش یه مطلب بحث خیلی خیلی گسترده ای که تو این فاصله تو این فرصت زمانی فرصتش نیست صحبت بکنی، چه بسا که خود آمریکا هم هست. خودتون قبول دارید که اینجا پول خیلی کارسازه، تو کمپینای انتخاباتی پول میتونه آرا رو واقعا جابجا بکنه، نه به صورت تقلب، به هر حال به صورت اون نشودایی که پول میتونه رأی بخره. حتی به صورت تقلب هم آقای رنجبر توی یکی از ایالت‌ها طرف پول داده بود و حالا شما گفتید چلو کباب، من یادم افتاد اولین رأیی که من تو شیراز دادم با آقای ایرج مرزاد پسرعموی من به من گفت بیا بریم پالوده میدن، یه پالوده میدن حتی پشت زندان هم بود، حتی پشت زندان شیراز هم بود، نه اون فلکه مصدق اونا پالوده آوردودن اونجا. آقای رنجبر، آقای رفرف داریوش عزیز از تگزاس، اولا نتیجه که من از صحبت شما گرفتم اینه که ممکنه امیدی به اتحاد نباشه، همینجوری که شما میگی اتحادی هم قرار نیست باشه، ولی ائتلاف ممکنه. بله
دقیقا به خاطر اینکه ائتلاف سر یه موضوعاتی صورت میگیره که خب همه با هم دیگه در مورد اون موضوع اتفاق نظر دارن، ولی خب ضرورتا نیروها و امکاناتشون رو حتما به اصطلاح در زیر یه سقف با هم دیگه جمع نمی‌کنن. بسیار عالی. داریوش می‌نویسه که there is not any group of out of Iran that approved by all. هیچ گروهی نیست خارج از ایران که همه اون رو تایید کنن. میگه هر کدوم از اونها اعضایی دارن و صداهای زیادی از خودشون در میارن، ولی هیچ کدوم پروگرامی برای ایران ندارن. بعد اضافه میکنه در آخرین جملهش که it seems in recent year there are some positive idea but not any actions. میگه به نظر میرسه که در سالهای اخیر ایده های خوبی هست ولی متاسفانه به عمل نمیرسه. شما در این مورد چی میگید؟ ببین آقای سوربی، ما اینو بیایم از برعکسش بکنیم، اون صحبت دوست عزیزمون رو بیایم برعکس بکنیم. حالا اگر این کارا رو نمی‌کردن چی؟ یعنی مثلا فرضاً من هم تو گفتم 1% از ایرانیان خارج از کشور جزء اپوزیسیون فعال محسوب میشن. حالا اگر اون 1% هم میپیوستن به اون 99% و الان همین هم نبود که در موردش حرف بزنیم، بگیم عمل کرده اونا رو بیایم زیر ذره‌بین قرار بدیم و کارنامه‌شون رو به قول معروف نمره بدیم، اون آی بهتر بود؟ یا یعنی اینکه نه، حداقل اینا دور هم جمع میشن و میگن نظر ما اینه و همین باعث شدن یک بحث میشه و همین باعث میشه که شما از تکساس زنگ بزنید و بگید که نه اینا مثلا اصلا همش حرف بی خودی میزنن. همه وقتی که شما میگید اینا حرف بی خودی میزنن یعنی شما مشارکت کردید، یعنی شما نظرتون رو دادید. پس بنابراین اگر اینهای بی خاصیت تونستن مشارکت شما رو جلب بکنن و یه ذره به اصطلاح شما رو به فکر فرو بدارن که در مورد عمل کرده اونا نظرتون رو بدید، به نظر من مثبته. چون اگر در غیر این صورت بود فقط با چیکار میکردیم؟ با فقط مینشستیم مثلا آهنگای ابی و گوگوش اینا رو گوش میکردیم، نمیدونم فیلم های قدیم صمد هم تماشا میکردیم. آقای دیگه همین بود دیگه. شما کم لطفی کردید. آقای داریوش میگه که در سالهای اخیر حرفای خوبی میزنن ولی عملی نبوده، نه اینکه فقط حرفای چیز میزنن. در هر صورت از این که میپرسید اگه اینها نبودن ما چه کار میکردیم، من خودم مطمئنم که آهنگای درخواستی پخش میکردم و فیلمهای صمد رو میذاشتم. فیلمهای صمد یکی از بهترین فیلمهایی بود که با طنز مسائل ایران و ایرانی اون زمان رو بله روی صحنه سینما و تلویزیون آورد و ای کاش افرادی بودن می نشستن با دقت نگاه می کردن. اون موقع اونها افتخار می کردن که فیلم های خارجی تماشا می کنن. ای کاش فیلم های آقای پرویز صیاد اون کاراکتر صمد رو نگاه می کردن و به دردهای مردم به صورت طنز گوش می دادن و کاری می کردن که کار به دینجا که می بینیم نکشیده باشه. من می دونم شما یه فیلمی بود که من که تقریبا همه فیلم های صمدی دیده بودم، ولی نمیدونم این تکر چرا، یعنی این یه فیلم از دست داده بودم و اون واقعا گویاترین فیلم بود که نشوندنده تضاد فرهنگی عمیق بین قشر نازک از جامعه در زمان رژیم پیشین با قشر عظیم از مردم که در به هر حال شرایط نابسامانی به سر می بردن و یکی از جرقه های انقلاب به نظر من همین بود. این فیلم بود که در اون فیلم یه لیلا و صمد رو نشون میده که یک لیلا و صمدش رفته شهر، شهری شده یک لیلا و صمدش بله نقشون عوض میشه. بله سمی و لیلی و مطمئنم دیدید این فیلم. بله لیلا و صمد، سمی و لیلی اینجوری بود، یکیشون بالا شهر دقیقاً یعنی اون واقعا از لحاظ، یعنی اگر که کسی میخواد ریشه های وقوع انقلاب رو بررسی بکنه بدون دیدن اون فیلم بررسیش کامل نیست. یعنی اون فیلم دقیقاً چهره واقعی اون جامعه ایران نشون میداد که اون موقع از چه به قول معروف دوپارگی عمیقی رنج میبرد. البته در ارتباط با صحبت دوست عزیزمون داریوش، من نخواستم نظر ایشونو به اصطلاح تخفیف بدم یا تخفیف بکنم نظر ایشونو. من منظورم این بود که در مجموع اون انتظاری که ما از اپوزیسیون داریم یه انتظار زیاد واقع بینانه نیست، به خاطر اینکه خود اپوزیسیون اولا از داخل ایران تا در طول این 3 دهه یک دید واقع بینانه نداشته. خب وقتی خود اپوزیسیون دید واقع بینانه نداشته، یه کسی مثلا آقای هخامیاد میگه که من هواپیما رزرو کردم مثلا نمیدونم فلان تاریخ برم ایران، خب وقتی دید واقع بینانه نباشه اعتماد سلب بشه، اعتمادم که سلب بشه نتیجهش همین میشه که به اینو بیعملی منجر میشه که اون توقعی رو که مردم باعث واقع بینانه از اپوزیسیون داشته باشن اون توقع رو به
به قول معروف یه توقع میتونم بگم مثلا بسیار بیش از اون حد واقعی بینانش هست. پس بنابراین من منظورم این نبود که بگم که خیلی خب ایشون اومدن فعالیت اپوزیسیون رو همش رو زیر سوال بردن. نه، من منظورم بود که بایستی انتظار ما واقع بینانه باشه. ما چقدر خب حالا بحث طولانی میشه اگه بخوایم مثلا شاخهای مختلف اپوزیسیون رو اینجا در موردش بحث بکنیم. یه کسی مثلا اعتقادش هست که کمک گرفتن از خارجی ها مثلا مباح است، ایرادی نداره، حتی کمک مالی پولی میشه بگیری. یکی دیگه مخالفت میکنه میگه نه اصلا پول گرفتن کلا مصادف هست با خود فروختگی. به هر حال اینا بحثایی هست که الان فعلا فکر نمیکنم مجالش باشه مطرحش بکنیم، ولی اگه بخوام جمع بندی بکنم اینه که ما بایستی انتظاراتمون از اپوزیسیون انتظارات واقع بینانه باشه. اپوزیسیون درسته میتونه این پتانسیل داره نهایتا وقتی سیستم، حالا در نظر بگیرید مثلا جمهوری اسلامی حالا به هر دلیلی سقوط کرد، خب کیا قراره فردا مثلا در صحنه سیاسی ایران حضور داشته باشن؟ خب اونایی که در داخل کشور هستن در قالب مثلا حزب مشارکت که الان منحل شدن، غیر قانونی اعلامشون کردن که مجموعه مثلا اصلاح طلب ها اسمشون بذاریم، خب مثلا اگه اونا باشن نمیدونم اپوزیسیون خارج از کشور باشن، خب همینا هستن که دیگه فردا احزاب تشکیل میدن، انتخابات برگزار میشه، برحال مجلس شورای ملی از همین آدمایی که اینا معرفی میکنن رأی گیری میشه و به سیستم راه پیدا میکنن. پس بنابراین از کره مریخ که نمیاد، همینا خواهند بود. حالا این که مثلا اینا خب حالا عمل کردشون چی هست، چی کار تونستن بکنن و ما نتیجه عملی نمیبینیم، به خاطر اینکه انتظارات ما واقع بینانه، انتظارات ما باید واقع بینانه باشه. من همونطور که عرض کردم اینو ما میتونیم از مثال کامپیوتری به سخت افزار و نرم افزار مثلا تشبیه بکنیم. مثلا میگم همین نشست دو هفته پیش در بوخم که چیزی حدود 200 نفر شرکت کردن و محور گفتگوشون هم این بود که آقا ما یه جامعه سکولار دموکرات میخوایم. سکولار منظور این نیست که ما یه جامعه ضد دینی میخوایم، منظور اینه که دولت به دین مردم کاری نداشته باشه، مردم توی عباداتشون آزاد باشن، توی مناطق دینیشون آزاد باشن و دولت به هر حال به دین مردم کاری نداشته باشه. و در این حال میگن ما میخوایم در ایران آینده دموکراسی برقرار بشه، دموکراسی بر محور حقوق بشر. حقوق بشر یعنی این که من انسان به عنوان یک انسان صاحب حقوقی هستم، سوای از این که به چه دینی اعتقاد دارم، جنسیتم چی هست، گرایش جنسیم چی هست، به چه طبقه تعلق دارم، من ذاتاً با یه سری حقوق به دنیا میام. خب پس بنابراین حقوق بایستی در اون قانون اساسی آینده گنجونده بشه. خب وقتی که اینا میان این صحبت ها رو میکنن، این میشه بخش نرم افزاری قضیه. پس بنابراین بخش نرم افزاری قضیه یعنی گفتمان سازی، اینا دارن گفتمان سازی میکنن. خب بخش سخت افزاری قضیه این هست که خب این رژیم چطوری باید ساقط بشه، حمله هوایی بشه، نمیدونم دخالت خارجی بشه، مردم از داخل بریزن، مثل انقلاب 57 بانک ها رو آتیش بزنن، نمیدونم پایگاه‌های بسیج آتیش بزنن. اون قسمت سخت افزاری قضیه هست. اون قسمت سخت افزاری قضیه اصلا دست ما نیست. یعنی یه لحظه میبینیم مثل همین جنبش سبز، یه دفعه یه انتخاباتی شده و مثلا آقای موسوی کروبی نتیجه انتخابات قبول نمیکنن، یه دفعه در عرض کمتر از 24 ساعت 3 میلیون آدم میاد تو خیابون. اینو هیچ کس نمیتونه پیشگیری بکنه. این قسمت سخت افزاری به اصطلاح این هدفی است که ما در این دنبال میکنیم. ولی به نظر من اپوزیسیون در اون قسمت نرم افزاریش همچی بدم عمل نکرده، عمل کردش نسبتا قابل قبوله. بسیار ممنونم از شما، برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم و امیدوارم در آینده بیشتر شما رو داشته باشید. منم متشکرم آقای سربی عزیز، خوشحال شدم با شما صحبت کردم و همینطور با بینندگان برنامه مردم. منم امیدوارم یه وقت بیشتری بذاریم و این موضوع رو بیشتر بشکافیم و برای هموطنان هم توضیح بدیم. منتها یه نکته آخرم من بگم دیگه وقتتون رو بیشتر از این نگیرم. این که من عرض کردم که جمهوری اسلامی محکوم به سقوطه، آقای سربی عزیز، به خاطر اینه که هیچ حقی به نظر من بالاتر از حق حاکمیت ملی نیست. یعنی ما انسان‌ها فعلا در یه جایی که جمع میشیم اسمشو میذاریم جامعه، اون جامعه بایستی یه سیستم ادارش بکنه و اون سیستم که بایستی این جامعه رو اداره بکنه، هر کسی در اون رأس قرار میگیره، اون در واقع تصمیم میگیره برای بقیه این اجزای جامعه که چطوری با قول معروف آموزش پرورششون چطوری باشه، نمیدونم مالیات چطوری بدن، سیستم بهداشت آموزش چطوری باشه. حالا
اینا رو ما اگر که دور هم جمع شدیم به عنوان افراد یک جامعه، حق حاکمیتمون رو سپردیم دست یک گروهی یا یک شخصی یا یک سیستمی، اگر که اونا حق حاکمیت ما رو رعایت نکنن و بگن که خیلی خب ما کاری نداریم به اصطلاح به این که شما حق حاکمیت به ما دادی، حرفم زدی جوابتون با گلوله هست، این میشه دزدیدن حق حاکمیت ملی. جمهوری اسلامی در حقیقت حق حاکمیت ملی رو دزدیده. چرا؟ الان یه مثال روشن خدمتتون عرض می‌کنم. همشهری خودمون مثلا دکتر قاسم شعله سعدی، ایشون الان مثلا اگر که کاندید همین مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی، کاندید مجلس شورای اسلامی بشه، من شیرازی بخوام به ایشون به عنوان نمایندم رأی بدم، آقا نمیتونم رأی بدم. این پس نشون میده که جمهوری اسلامی حق حاکمیت رو دزدیده، به اون آدمی که میخواست میبره تو مجلس میکاره و مجلس فرمایشی درست میکنه. پس بنابراین اگر که حق حاکمیتی رو، حق حاکمیت یک ملتی رو، یک سیستمی به دزده، وقت مجبوره چطوری حکومت بکنه؟ مجبوره با زور حکومت بکنه، مجبوره با ایجاد فضای رعب و وحشت و فضای پلیسی امنیتی حکومت بکنه. و یک اصل مسلم هم هست که با سرنیزه میشه حکومت کرد، ولی نمیشه روی سرنیزه نشست. حالا اینا به هر حال یه مدت تکیه دادن به سرنیزه، ولی روی سرنیزه برای همیشه نمیشه نشست. به هر حال دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، فقط همین رو خواستم عرض بکنم که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه حق حاکمیت یک ملت رو دزدیده محکوم به سقوط است. حالا دیگه اون جزئیاتش رو می‌ذاریم یه جلسه دیگه با هم بحث. امیدوارم. مرسی. آخر هفته خوبی داشته باشید. قربونتون برم. خداحافظ. به امید دیدار. مرسی. دوستان عزیز، با آقای درویش رنجبر بودیم. اجازه بدین همین جوری توی استان فارس وایسیم و بریم یه سر به طرف لار و عوض و خنج و اینها. خبری رو من امروز گذاشتم روی فیسبوک که فروش ملخ برای خوردن در شهر عوض، بعضی ها میگن عوض، بعضی ها میگن عوض، عوض استان فارس. و روی فیسبوک دوستانی آمدن نظراتی دادن و اینها. اولا راجع به فیسبوک براتون بگم، یکی از دوستان وقتی که ما چیز فرستادیم به اصطلاح که مثلا ساعت 2 برنامه داریم، نوشته بود که من دیدم کسی دیگه لایک نزده، من لایک نزدم. شما اگه بیننده برنامه من باشید، بارها گفتم این لایک در فیسبوک شده یه چیز بیمعنی. مثلا شما میری میبینی ویدیوی سربریده شدن یک خبرنگار آمریکایی به وسیله گروه عقب افتاده داعش، بس مردم اومدن زیرش لایک زدن. من این لایک رو نمیخوام آقا، پیشکش خودتون. بعد ضمناً قرار نیست شما بری یه جایی اگه کسی دیگه یه کاری کرده باشه شما اون کار رو انجام بدید. این که شما میشید دنبال رو، اگر دوست دارید کاری رو انجام بدید، کاری نداشته باشید به دیگر. در رابطه با این فروش ملخ برای خوردن در شهر عوض استان فارس، ویدیویی هم بود و روی فیسبوک هم هست و اینا، بعد باز بهتون نشون میدم. به نظر من هیچ اشکالی نداره. من خودم یادم میاد سالها پیش وقتی که با پدرم رفتم لار، اونجا یه چیزایی رو دیدم، اگه اشتباه نکنم بهش میگفتن معوه، میگوهایی بود خیلی ریز خوش و اینا رو خود اونا میخوردن. من اصلا نگاه میکردم میگفتن چیه، پر مگس هم بود دوربرش، همینجوری چون بوی دریا و ماهی میداد مگس هم میرفت و میمد. حالا خدا میدونه چند تا از این مگس ها میافتاد داخلش، بعد ملت میخوردن و متوجه نمیشدن اینها. ببینید دوستان، مخصوصا اونایی که میگن عرب سوسمار خور، منی که از ایران آمدم اینجا هیچ وقت پای قورباغه که نخوردم، ولی اینجا پای قورباغه یکی از خوراکای گرون اینجاست. گوشت سوسمار یا این الیگیتور توی فلوریدا میره طرف شکار، میره توی اون مردابهای فلوریدا سوسمار رو به اون بزرگی رو شکار میکنه، میاره و گوشتش رو کباب میکنه، تو تلویزیون نشون میده. منی که نشستم تلویزیون نگاه میکنم دهنم آب میفته. ما دیگه وقت اون رسیده که یک کمی بینشمون رو بازتر کنیم. آقا یه جای دنیا این چاینیزا میگن چیزی که تو هوا هست و تو آب هست و رو زمین هست و تو آب هست میخورن، از همه چی میخورن. شما ببین سیوید، نمیدونم سیوید چیه، ریشه دریایی، اونو میخوره. تخمهای سیوید که مثل خاویاره اونو میخوره. ماهی رو میخوره. چیو میخوره؟ یه جای دنیا سگ رو میخوره، یه جای دنیا میمون رو میخوره. خود انسان که امروز داره گوشت میخوره با افتخار، هی میاد کات میکنه، این یکی از چیزهای وحوش دیگه. ما که گوشت خار نبودیم. حالا بعضیا میگن به دلیل اون بینگ بنگی که شده و نمیدونم سنگی که خورده به کره زمین و همه چیزا آتیش گرفته،
آدمه اومده سر مزرعه، دیده مزرعهش فردا سوخته، هیچی نیست، نگاه کرده گفته خب این خوکه که میمد اینجا، حالا موقعی که من بپرم خوکه رو مثلا بخورم. اون یکی گاو دم دستش بوده خورده، اون یکی مرغ خورده، اون یکی موش خورده، اون یکی رد خورده. اینا رو باید کنار بذاریم. یه دوستمون نوشته بود آقا خوردن ملخ چه اشکالی داره؟ من نوشتم منم اشکالی توش نمیبینم. و اون شعرهایی رو که به فردوسی لقب میدن اونها درست نیست. اونها یه آدم های عقب افتاده ای هستن که میدونن اگه این شعر رو به نام خودش بنویسه هیچ کس حتی توجه نمی کنه، میاد آویزون میشه به فلان فردوسی. فردوسی نه اون شعر رو گفته، آقای هادی خورسندی نه اون شعرها رو گفته. اصلا باید شخصی بیشعور باشه تا بیاد درباره نژادهای دیگه. برید صحبتهای این آقای جاوید شاهافر رو نگاه کنید. من 8 تا از ویدیوهای ایشون رو الان یک ماه هر روز دارم نشون میدم. میگه اعراب فرهنگ قوی داشتن، اعراب از ما پیشرفته تر بودن. اون چجوری امکان داشته 250 تا 300 تا بت از هر گروه مختلف اونجا باشه و مردم هر سال بیان اونجا زیارت کنن، عبادت کنن، هیچ کم بت هیچ کاری دیگر نشکنه. بابا تو همین نشست بخوم که ایشون گفت رفتن خوبه نشستن، من الان میارم اونایی رو که رفتن و ناراضی هستن. 200 نفر ایرانی با یه هدف رفتن یه جا ناراضی هستن، ولی 1500 سال پیش 1400 سال پیش اینا این کار رو انجام میدادن. آقای بهمن بیگ این نفرت تو، این نجات پرستی تو بذار کنار دوست عزیز، چشماتو باز کن، گوشاتو باز کن، به حرف یک نفر به نام آقای جاوید شاهافر گوش بده، شاید یه چیزی یاد بگیری. ضمناً دیروز آقای حسین مختار زیبایی دومین برنامهشون رو اینجا داشتن، بسیار برنامه جالبی بود و امروز بعد از برنامه من دیدار یاران هست با خانم فرح دوستدار از لوکزمبرگ صحبت میکنیم. بسیار خوشحالم که ایشون مهمان برنامه ما هست. برنامه ایشون رو من قبلا دیده بودم در تلویزیون های مختلف و پس از اون من برنامه آقای حسین مختار زیبایی رو پخش میکنم و تا دوشنبه هم این ویدیوها و این برنامه ها به همین صورت هست. بعضی از تلویزیون ها از جی الویز پاک شدن، قطع شدن. جی الویز 3 بار نوتیس داده، ورنینگ داده که ما سیستممون رو داریم عوض میکنیم، یا شما با ما میای یا میرید به سلامت. اونایی که میگن بینندگان ما فرهیختگان بودن و نمیدونم فلان، حالا معلوم میشه که نتونستن 2000 دلار یا 750 دلار از این فرهیختگان جمع کنن، سیستمشون رو مچ کنن. بریم آگهی ها رو ببینیم، برگردیم قسمت دوم برنامه. یک مهمانی دارم که بیش از 30 تا کتاب نوشته. وقتی میگه بیش از 30 تا ممکنه 100 تا باشه. بیش از 30 تا کتاب نوشته و در رابطه با 28 مرداد و سینما رکس آبادان میخوایم با این دانشمند فرهیخته صحبت کنیم. پس آگهی ها رو میبینیم و برمیگردیم. باز هم ممنون از دوست عزیز همشهری گرامی آقای درویش رنجبر. مرسی که شما هم بین این همه رادیو تلویزیون، تلویزیون مردم رو انتخاب کردید. حتما 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 به دیگران هم معرفی کنید. مرسی، با هم باشید. آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران، یکی از راهکارهایی که میتواند ما را به هم نزدیک سازد پرهیز از هر گونه قضاوت در گذشته افراد و احزاب می باشد. علاقمندان با هر گونه سابقه ای با پذیرفتن چهارچوب های جبهه می توانند با ما همکاری بنمایند. آدرس ایمیل ما info@azadikhahan.eu، تلفن تماس 2046 70 47 55 111. پیش به سوی جبهه آزادی خواهان. زنده باد اتحاد، نابود باد استبداد به هر شکلش. الهام رحیمی. بنیاد فرهنگی مهرگان با نهایت مسرت برگزاری 12th سمینار سالیانه خود را در روزهای جمعه 29 آگست تا دوشنبه 1 سپتامبر 2014 در سالن مجلل منچستر گراند حیات سان دیگو به اطلاع همگان می‌رساند. سخنرانان به ترتیب حروف الفبا: هومر آبرامیان، شیرزاد ابراهیمیان، افشین ادیب، ساناز الستی، اردشیر انوشیروانی،
آرمان جمشیدی، اسماعیل خویی، عبدالستار دشوکی، حشمت رئیسی، آرتیمیس علی آبادی، امیر غلامی، کاوه فرخ، مهدی خسروی کردستانی، مهرا ملکی، شاهین نژاد، الهام یعقوبیان، خسرو فروهر، امیر فصیحی، مازیار قویدل و سخنران میهمان. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفاً با تلفن‌های 858-673-7000 و یا 760-470-2629 و یا ایمیل آدرس faizefirouzi@gmail.com تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار. بنیاد فرهنگی مهرگان. به نام ایران و با درود به همیهنان گرامی، حسن جعفری هستم، عضو جبهه آزادی خواهان ایران، واحد استکهلم در سوئد. آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران برای اتحاد و همبستگی بر علیه استبداد حاکم بر ایران، یکی از بهترین راهکارهای به دست آمده به شرح زیر می باشد. 1. از هر گونه قضاوت نسبت به گذشته احزاب و افراد خودداری نموده، چون باعث دشمنی و از هم گسستگی ما خواهد شد. در ادامه بیانات جناب حسن جعفری، من محمد شهنوازی هستم، درود میفرستم به تمام مردم ستم دیده ایران. و پیشنهاد دوم، بعد از رسیدن به فضای باز سیاسی توسط کارشناسان و گروه حقیقت یا به پرونده ها رسیدگی خواهد شد. متاسفانه امروز همه ما شدیم قاضی، خامنه ای جلاد شده راضی. پیش به سوی جبهه آزادی خواهان. نابود باد استبداد، پاینده باد اتحاد. بینندگان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. با دوستمون صحبت میکردم در آلمان، صدای ایشون بود، تصویرشون نبود، صدا هم ضعیف بود. ضمن اینکه دیروز وقتی با هم صحبت کردیم صدا و تصویر خوبی داشتیم و ایشون میگفت که من الان قبل از شما با یک رادیو یا تلویزیون دیگه صحبت میکردم و صدا و تصویر خوب بوده. بعضی وقتا سکایپ این اشکالو داره که مثلا ما از این ور زنگ میزنیم تصویر نمیاد، بعد ایشون از اون ور که زنگ میزنه تصویر و اینها میاد. و اینم مشکلاتی هست که این وسایل، بارها گفتم، برنامه‌های زنده، ابر و باد و مه و طوفان و فلک و اسکایپ و اینترنت و نور و اینها در کارن. ما دو روز گذشته اینجا طوفان‌هایی داشتیم، باور کنید دیروز در عرض نیم ساعت اینجا خیابون‌ها اصلا آب گرفت. تو ساعت 5 بعد از ظهر بعد از برنامه آقای مختار زیبایی بود دوباره ما مشکلات چیز داشتیم. حالا منتظر این دوستمون هستیم و امیدوارم که ایشون از اون طرف تماس بگیرن و به اصطلاح تصویرم داشته باشیم. اگرم تصویر نبود میتونیم با همون عکسی که روی اسکایپشون هست، و اینم یه جایی که دلیل میشه آدما عکس خودشون رو روی اسکایپ بذارن که حداقل اگر ویدیو وصل نشود عکسشون رو ما داشته باشیم. و من معمولا از مهمانای برنامه میخوام که عکسشون رو بفرستن، اونایی که اینترنت ضعیفی دارن. ولی این دوستان چون به اصطلاح قبلا باهاشون صحبت کرده بودم، دیگه احتیاجی نبود که من از ایشون خواهش کنم عکسشو به اصطلاح ویدیوشو اینها رو امتحان کنیم. ولی متاسفانه الان نمیدونم، حالا ببینم صدای ایشون، صداشون هست ولی عکس اینجا هست. پس اون عکسی که گذاشتن روی اسکایپ که عکسی منظره هست میبینم ولی صدا نمیاد. آقای چوبین، شما صدای منو میشنوید؟ من صدای شما رو دارم. بله. ولی من متاسفانه نمیتونستم به شما زنگ بزنم، برای اینکه اسکایپ شما فقط میرفت روی صدا. بله. نمیدونم در صورت یه اشکالی اینجا هست یا اون طرف هست. حالا همین که ما شما رو داریم خودش نعمت بزرگی هست. و اجازه بدید من خدمت دوستان بگم که با آقای بهرام چوبینه هستیم. شما به اصطلاح در رشته شیعه و مسائل سیاسی، شیعه سیاسی، مطالعات زیادی دارید، کتابهایی نوشتید. من برای دوستان گفتم که مهمان امروز ما بیش از 30 کتاب، البته برایشون توضیح دادم وقتی میگیم بیش از 30 کتاب 100-150 هم میشه بیش از 30 کتاب. من از شما خواهش میکنم خودتون یه مقداری از بهرام چوبینه برای ما بگید که کی هست، امروز در آلمان چه کار میکنه
و بعد برگردیم با اون صحبت هایی که شما به اصطلاح کتابی نوشتید درباره سینما رکس و 28 مرداد، در اون باره بیشتر صحبت میکنیم. بفرمایید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان. جناب سوری اجازه بدید که شما با همه بینندگان و همه کسانی که این گفتگوی ما رو میشنوند و شاید در آینده ببینند، به خصوص مردم بزرگ ایران، ملت بزرگ ایران، درودهای صمیمانه خودم رو بیان بکنم. در مورد من همینقدر کافی هستش که پس از سالهای طولانی عمر، بعد از تحصیل و کلی زندگی و با بررسی و تحقیق زندگی من گذشته و تعداد زیادی کتاب هایی که در مجموع در ایران ممنوع هستش و مقدار زیادیش مربوط میشه مسائل مشکلات اجتماعی و دینی ایران، باید گفتش که در اینترنت هست که دوستان و علاقمندان میتونن به اینترنت مراجعه بکنن و حتما برای خواندن میتونن دانلود بکنن و استفاده کنن. یه تعدادی از کتاب های من که پیرامون حزب توده ایران هستش، اینها رو بدون اجازه من و بدون آگاهی من در ایران به اشکال مختلف چاپ شده و منتشر شده. سه کتابشو که من خودم اینجا برام آوردن دیدم، خاطرات ایرج اسکندری و خاطرات رازی ابراهیم زاده و خاطرات دکتر حسن نظری و چند کتاب دیگه. اینها کتاب‌هایی است که غیرقانونی بدون اطلاع من و آگاهی من، چون مسائل مربوط به حزب کمونیست ایران یا حزب توده ایران و احزاب چپ ایران و مشکلات و مسائلی که مربوط به اتحاد جماهیر شوروی شد بیان شده و آمده در اونجا، احتمالاً وزارت ارشاد اجازه بده که چاپ بکنن و این هم چاپ کردم بدون، دوباره تکرار میکنم، بدون اطلاع و آگاهی قبلی من و هم فقط بعدن یک نسخی از این کتاب رو بگیریم. آنچه که مهم هستش، ما بسیار وقت کوتاهی داریم و باید شتاب زده به مسئله 28 مرداد و عواقب آن بپردازیم. 28 مرداد به هر حال که ما نامش رو بذاریم کودتای 28 مرداد یا کودتای 28 مرداد و یا اگر اسمش رو هم بذاریم رستاخیز ملی و مردم ایران، به هر حال یک قضیه بسیار عمیق، یک زخم بسیار ناخوشایندی است در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران و باید این رو از روی گرده مردم ایران برداریم و به دست محققین و کسانی که علاقمند به سیاست هستند بدیم تا بدانند، ولی نه اینکه او رو حربی قرار بدن برای فعالیت ها و تلاش های یکدیگر و یا مانع اتحاد ملی و همبستگی ملی بین ایرانیان بشه. به این سبب بد نیست که در پیرامون این مسئله صحبت کنیم، ولی نه آنچنان که ما را مشغول بکنه که بر روی گرده ما این واقعی ناهنجار و ناخوشایند سنگینی بکنه. به طور دائم یک جامعه باید توانایی اینو داشته باشه که مشکلات خودشو بشناسه، درک بکنه، ولی خودشو رها بکنه از چنگال اون مشکلات و آینده رو با واقعیت‌های کنونی بسازه. و
بعدا اینو من بعد خاطرنشان کنم که دکتر مصدق برای من مردی بسیار محترم و دوست داشتنی است. ولی من از دکتر مصدق یک ادیس نمی سازم. و راه او برای زمان خودش درست بود، ولی معنی و مفهومی به معنای راه مصدق برای من چیز چندان دلنشین نیست، عنوان دلنشین نیست. همه سیاستمداران، همه کسانی که در سیاست و یا هر کار دیگه کار میکنند و مشغول میشن، فعالیت میکنند، کارهای درست، ناسباب و همچنین کارهای ناشایست و همچنین انتقاد و نادرست انجام میدن. ما همیگه انسان هستیم و هیچ کس، نه زن نه مرد، هیچ کدام سوپرمن و یا سوپر زن نیستند. این دلیل از اینکه از برای خودمون قدیس بسازیم و به دنبال آنها برویم، من فکر میکنم شایسته انسان امروزی، انسان متعقل و پیشرو و متجدد نیست. واقعی 28 را در حقیقت 62 سال از آن زمان می گذاریم. دکتر مصدق دو بار به نخست وزیری رسید. در نخست مشکلات عدیده داشت، مسائل مسئله ملی شدن صنعت نفت ایران، می توانم بگم که برای تمامی مستعمرات فرانسه و انگلیس گشایشی بود، ولی برای خود ما و دکتر مصدق دامی بود که هیچگاه ازش رهایی پیدا نکرد. علتشم خیلی روشن، مسئله نفت یک مسئله آنروزی و امروزی نیست. من فکر میکنم تا صد سال آینده هم هنوز گرفتارش بود. به این سبب مسئله نفت رو یکی از اساسی ترین مسائل جامعه جهانی بدانیم و اقتصاد جهانی رو به آن پیوسته بدانیم. آنچه که مهم هستش، ایده ملی شدن صنعت نفت از خود دکتر مصدق نیست. این رو تمامی کسانی که پیرامون دکتر مصدق از یاران نزدیکش و نخستش با بودن همینگی بیان کردن، ولی دکتر مصدق موتور این ایده بود و خود او معترف بود که این ایده را از دکتر حسین فاطمی گرفت. دیگران هم البته ادعا کردن که چنین ایده های داشتن، مثل سنجابی و دیگران، ولی آنچه که مهم هستش ما حرف دکتر مصدق رو قبول میکنیم و معتقدیم که و میگیم که این ایده رو دکتر حسین فاطمی ابراز کرد و جبهه ملی قبول کرد و دکتر مصدق به دنبال این ایده. به هر حال نفت ایران، صنعت نفت ایران ملی شد. طبیعی است که دولت انگلیس که درآمد سرشاری از این منابع داشت مخالف اون بود و طبیعی است که تمامی اهرم هایی رو که در اختیار داشت برای بازگرداندن این منابع نفتی به کشور خودش، در حقیقت اموال ایران و منابع نفتی ایران و منافع و سود آنها را در این راه کوشش میکرد. فراموش نکنید که ایران در آن زمان جنگ جهانی اول و دوم را پشت سر گذاشت و با مقدار زیادی مشکلات اقتصادی و دخالت کشورهای بی‌نهایت پرنفوذ در ایران. در جنگ جهانی اول میدونیم که با تحریم اقتصادی، با مشکلات اقتصادی ایران روبرو شد و کمک های دولت آمریکا که اون زمان تأثیری در مسائل سیاسی جهان نداشت به ایران به جایی نرسید، زیرا که دولت انگلیس
تمام این انوار رو برای خودش و سربازانش به چنگ می آورد و در اختیار می گرفت و نزدیک به 10 میلیون ایرانی در این زمان به علت همین کارهای ناجوانمردانه دولت انگلیس از قحطی و گرسنگی کشته شد. من برگردم به جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم با اینکه رضا شاه اعلام بی‌طرفی کرده بود ولی دولت انگلیس در نخست بیش از همین دولت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به کشور ما حمله کردند و ایران رو پل پیروزی برای خودشون استالین بدون کمک آمریکا و انگلیس نمیتوانست در مقابل قوای ماشین نظامی هیتلر مقاومتی کنه. این کمک ها از طریق ایران به روسیه ارسال شد و روسیه بالاخره توانست در مقابل امپراتوری نازی که به وجود آمده بود و بسیار هم جنایتکار بود بتونیم بگیم مقاومت بکنه و پیروزی برسن. با همکاری متحدین و دولت‌های آمریکا، نظامی آمریکا به خصوص و انگلیس و بعداً و در خاتمه جنگ فرانسه، ایران از این مشکلات ایران گرفتار شد. ایران مشکلات اقتصادی زیادی پیدا کرد، نابسامانی‌های اجتماعی پیدا کرد و برخلاف دوران رضا شاه باید گفتش که یک گسیختگی اجتماعی هم در ایران ایجاد شد. وان این بود که روحانیون دوباره این فرصت رو پیدا کردن که در تمامی مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران دخالت بکنن و این یکی از زشت‌ترین جنبه‌های و نتایج شکست ایران در جنگ جهانی دوم و سقوط ایران در جنگ جهانی دوم. بازگشت ملایان بر سر قدرت و شریک دولت و حکومت شد. متاسفانه شاه بسیار جوان بود و تعداد زیادی از رجال کشور آن زمان بر این باور بودند که می توانند با همکاری ملایان یک آرامش اجتماعی و یک دفاع اجتماعی برای کشور ایجاد بکنند که این متاسفانه سیاستی بسیار غلط و آینده بسیار زشت و خونباری رو به همراه آورد که ما 35 سال گرفتار بودیم. چه مهم هستش، صنعت نفت ملی شد. دولت انگلیس راه‌های مختلفی رو برای بازگرداندن این ثروت ایرانی انجام داد. حتی انگلیسی ها طبق اسناد منتشر شده سفیر انگلیس در ایران گزارشی برای وزارت امور خارجه انگلیس میفرسته و علنا از کودتای نظامی علیه مصدق بدون اطلاع شاه صحبت میکنه و پیشنهاد میده. این قضیه درست یک سال قبل از کودتای 28 مرداد انجام گرفته. این سند تاریخ و تقویمش به اون زمان داره. دکتر مصدق باید بگم که با ملی شدن صد نفت گرفتار مسائل مختلف اقتصاد ایران، بازار ایران به رکود دائمی دچار شد یا گرفتار شد. آرام آرام مشکلات نفت به جای اینکه حل بشه و دکتر مصدق کوشید برای این کار، حتی سفری به آمریکا کرد ولی دست خالی بازگشت.
و متوجه بود که باید بدون درآمد نفتی کشور رو بچرخانه، ولی ماشین این کشور، ماشین چرخنده های ماشین اقتصادی کشور جز با پول نفت گردشی پیدا نمی کرد، چون ایران درآمد دیگه‌ای برای مخارج خوش نداره. دکتر مصدق برخلاف اندیشه خیلی از ایرانی ها تنها گرفتار در فکر حل مشکلات اقتصادی ایران نبود، با فروختن ارز قرضه، اوراق قرضه و غیره، حتی نتوانست مشکلات اقتصادی ایران را حتی زودگذر و سطحی برطرف بکنه. به جای حل این مشکلات اقتصادی و بازار رکود اقتصادی در ایران که طبیعتاً به دنبال خودش مشکلات فراوانی رو و فقر مردمی و فقر ملی ایجاد کرده بود، بیکاری، عدم اعتماد مردم، عدم امنیت در ایران، همه اینها حاصل این اوضاع اقتصادی نابسامان بود، خودش رو بیشتر با مسائلی درگیر میکرد که تا حدودی به عقیده من کاری بسیار بیموقع ضروری بود، ولی بیموقع. چرا؟ برای اینکه دکتر مصدق به تصفیه افسران ارتش پرداخت، به تصفیه در دادگستری و قوه قضاییه مشغول شد و خیلی از کارهایی که سبب شد اتفاقا دشمنان خودش رو بیشتر و اضافه بکن. از جانب دیگه اختیارات متعددی رو میخواست، از وزارت جنگ گرفته تا مسائل مختلف دیگه، و به دنبال این بود که حتی مجلس شورای ملی رو به کلی از کار بیاندازه. اختیارات شاه رو که تنها بر روی افواه موجود بود ولی شاه ازش از این اختیارات استفاده نمی کرد، همه اینا رو محدود کرد. در حقیقت حتی مادر شاه و خواهر شاه رو از کشور راند و مجبور کرد که در خارج از کشور زندگی بکنند، زیرا معتقد بود که اینها در مسائل دربار و مسائل سیاسی دخالت خواهند. تمامی خانه ها و دفاتر خاندان سلطنت رو تعطیل کرد و محدود کرد. بودجه دربار رو حتی محدود کرد و در بعضی موارد از پرداختن آن عاجز بود و شاید عمدن نمی‌داد. تمام این مسائل دست به دست هم داده بود و طبیعی بود که دولت انگلیس با همکاری دولت آمریکا در فکر این بودند که این مشکلات را بی‌گونه‌ای برخلاف میل دکتر مصدق حل. فراموش نکنیم بعد از جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد به یک قدرت جهانی، و فراموش نکنیم که در غرب یک اتحاد بسیار بزرگی علیه یعنی جنگ سرد به وجود آمده و ایران بخشی از جنگ سرد به شمار، زیرا که دولت‌های اروپایی و انگلیس و آمریکا به خصوص در رأسش در مقابل زیادی طلبی‌های استالین و سپس جانشینان او در اتحاد جماهیر شوروی اقدامات اساسی و جهانی و بین‌المللی می‌کرد و ایران بخشی از این جنگ سرد، اتحادیه جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی. انگلیس و آمریکا در این بر این وحشت بودند که این عدم توانایی اقتصادی و آشوب اقتصادی در ایران به آنجایی بکشه که احزاب چپ در ایران، به خصوص حزب توده ایران، که بدون تردید و بدون شک، بدون اینکه بخوایم پرده پوشی بکنیم با همه
اینکه به حال این حزب یه حزب بسیار قدیمی هم هست که بعد از جنگ جهانی دوم هم تأسیس شده بود و همه کس میدانن و تمامی مستندات تاریخی از جانب خود یاران حزب دوده مشخص میکنه که کاگبی و استالین و اتحاد جماهیر شوروی در تأسیس آن نقش اساسی داشتن و بعضی از گماشته های اتحاد جماهیر شوروی در هیئت دبیری و هیئت مدیران این حزب بودن و در تأسیس دخالت داشتن. این حزب ممکن است این شرایط اقتصادی سود ببره و کشور رو به طرف یک نابسامانی اساسی بکشونه و بالاخره به دامان و چنگ اتحاد جماهیر شوروی بیاندازه و این ضربه بسیار سنگینی برای اقتصاد جهان، اقتصاد غرب و سیاست جهانی داشت و این رو دولت انگلیس و سپس اتحاد و ایالات متحده بهش واقف بود. دولت انگلیس قبل از 28 مرداد از دولت آمریکا خواسته بود، اون زمان اگر اشتباه نکنم روزولت رئیس جمهور آمریکا بود، که کودتای رو علیه دکتر مصدق انجام بده. این کودتا نامش هر این طرح نام چکمه داشت، مورد پسند روزولت قرار گرفت، ولی روزولت به علت اینکه در کوران تبلیغات فعالیت های انتخاباتی بود این رو موکول کرد به مصابه بعد از انتخاب و آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا شد. طرح چکمه به آیزنهاور پیشنهاد شد. پیشنهاد این طرح با مشاوران آیزنهاور بر سر صحبت کردند و با بعضی از نکات آن موافقت نکردند. طرح رو تبدیلش کردند به طرح آژاکس، ولی نطفه طرح کودتا علیه دکتر مصدق وسیله انگلیسی ها ریخته شد و آمریکایی ها در حقیقت در دست در مجبور شدن و تا حدودی هم با ویل، البته آیزنهاور فرد نظامی بود، ژنرال بازرسی ارتش بود، در جنگ جهانی دوم فرماندهی کل رو داشت، به این سبب باید گفتش که با علاقمندی طرح کودتا رو دنبال کرد. در اینجا من یک اشاره بکنم از قضیه بیام بیرون، با اون اینکه همه کسانی که صحبت‌های منو میشنوند اگر برای هر کدوم از این صحبت‌ها سند تاریخی و یا مطلبی رو میل دارن بدانن دقیقاً و مستند، به ایمیل منو در اختیارشون بگذارید تا با من تماس بگیرن تا منابعی رو که مورد احتیاجشون هست در موضوع مشخصی برایشون بفرستن. همین صحبتهایی که می کنم بر مبنای اسناد منتشره دولت انگلیس، دولت آمریکا و آثار و نوشته هاییست که از خود دکتر مصدق و یارانش باز برای ما به باقی مانده و یا محققین و مفسرین بزرگ سیاسی در مسائل خاورمیانه ایران و جهان هستند. به این دلیل من خواهش میکنم این مسئله رو بهش توجه بکنم شنونده کنم. از اینجا به همین دلیل من بردن نام منابع خودداری میکنم برای که فرصت زیاد در حال آنچه که مهم هست، آمریکایی‌ها موافقت کردن، ولی یادمون نره شاه با کودتا علیه دکتر مصدق مخالف بود. شاه با دکتر مصدق اتفاقا خوب میتوانست کار بکنه، با خیلی از اندیشه های دکتر مصدق موافق بود. شاه میدانست که یک کودتای نظامی علیه یک دولت قانونی در ایران میتونه راهگشای کودتاهای بعدی علیه خودش و یا اصولا دولت های آینده در ایران بشه.
کراهت داشت از نام کودتا و دوری میکرد و مقاومت میکرد. این را همه اسناد مدارکی که ما در دست داریم بیان شده و بهش اشاره شده. بسیار ممنون آقای چوبینه، من بسیار از شما ممنونم. شما اینقدر خوش صحبت هستید که آدم دوست داره ساعتها پای صحبت شما بشینه و من امروز امیدوار بودم که درباره اون مصاحبه‌ای که شما انجام دادید و همینجوری که میگید با سند راجع به سینما رکس هم صحبت کردید و نوشتید احیانا، اون هم صحبت کنیم، ولی متاسفانه وقت نداریم. از شما بسیار ممنونم. میتونم ازتون قول بگیرم هفته دیگه هم یه روزی، هر روزی که شما راحت باشید، یا دوشنبه یا چهارشنبه یا جمعه در خدمتتون باشیم تا این بحث رو که به این زیبایی باز کردید ادامه بدیم؟ با کمال میل. من فکر میکنم جمعه آینده مناسب باشه در همین زمانها و میتونیم در این مورد صحبت کنیم. البته من خیلی خوشحال خواهم شد اگر سوالی و یا مسئله برای شنوندگان شما، بینندگان شما هستش، پاسخ بدم. در حال توجه داشته باشیم که این پاسخ به این سوالات هم میتونه مسائل مختلفی رو برای همه ایرانیان روشن. من از شما بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. من صفحه فیسبوک شما رو به دوستان نشون دادم، خیلی هم ساده است. اسم خودتون رو به انگلیسی بنویسن، میتونن با شما باشن، میتونن از اون طریق مسیج بفرستن اگر پرسشی دارن یا نظری دارن بخوان با شما در میون بذارن. و از هم امروز اعلام میکنیم که جمعه هفته آینده با دکتر بهرام چوبینه خواهیم بود. از اینکه مهمان برنامه ما بودید بسیار ممنونم. تمنام کنم منم بینا از شما سپاسگزار هستم و از تحملی که کردید برای شنیدن گفته های من سپاسگزارم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای بهرام چوبینه بودیم از آلمان و بسیار ممنونم ایشون لطف کردن و مهمان برنامه شدن. امیدوارم باز هم جمعه آینده با ایشون باشیم. در این فاصله اگر شما پرسشی دارید یا نظری دارید، یا با خودشون مستقیما یا با شماره تلفن و ایمیلی که اینجا هست تماس بگیرید و صحبت میکنیم. بارها گفتیم، شنیدیم که گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. این دوستان تا هستن باید از وجودشون، از تجربیاتشون استفاده کرد و گذشته و تجربیات گذشته رو به عنوان چراغ راه آینده استفاده کنیم. و خیلی قشنگ ایشون گفت که بت‌سازی نکنیم. میبینید با کمال احترام از شاه، با کمال احترام از آقای مصدق صحبت میکنه و با کمال احترام اشکالا و ایرادا و اشتباها رو هر دو رو با سند بهش من و شما نشون میدن. بازم ممنونم از شما آقای چوبینه، برنامه ما رو خیلی به اصطلاح بهش اعتبار دادید، از این بابت متشکرم. بنیاد مهرگان سمینار رنسانس ایرانی 29 آگوست تا دوشنبه در سان دیگو است. ما 10 تا تیکت داریم که این رو آقای حسن فیروزی لطف کردن. اگر کسانی مایل هستن این تیکت ها رو داشته باشن، نمیدونم، فکر کنم دیگه کم کم باید به صورت جایزه به شماها بدیم، میتونید تماس بگیرید و ترتیب داشتن این تیکت های ورود به اون جلسه برای 4 روز رو داشته باشید. ضمناً الان بیش از 1 ماه هست که تلویزیون مردم نمایندگی این قرص های پروتندم را داره ادعا میکنن که شما اگه 80 سالتن باشه وقتی اینها رو میخوری بدنتون مثل افراد 20 ساله میشه. میگن در عرض 30 روز با آزمایش خون و اینها معلوم میشه، ولی در عرض 6 ماه خودتون متوجه خواهید شد. من اینها رو از 15 جولای خودم دارم میگیرم و امتحان میکنم و به نظرم میاد که بهتر شدم. حالا یا تلقینه که قدرت مغز ازش غافل نشیم، یا اینکه قدرت اینهاست که هر کدوم باشه من چون بهتر شدم ممنونم از این ماجرایی که اتفاق افتاده. و اما فیسبوک ما گفت سعی میکنم فعال نگهش دارم. گفتم بهتون فیسبوک واقعا آمده و زده رو دست تمام وبسایت ها و تمام چیزایی که موجود است. شما میدونید که ما چند مدت برنامه های
دکتر محمدعلی طاهری، برنامه‌های خانم نیرومنش، دوستان دیگه، ویدیوهای از این ور اونور ارسال می‌کردن و ما هم نشون می‌دادیم. دیروز یکی از دوستانی که طرفدار دکتر علی طاهری هست لطف کرد و برای من یه چیزی رو فرستاده بود، پتیشن، اینجا میشه بگیم تومار، توماری که امضا میکنید. من امضا کردم، حتی دو تا امضا کردم با دو تا ایمیل مختلفی که داشتم. حالا نمیدونم این درست هست یا نه، چون میبینیم بعضی وقتا در برنامه‌های موسیقی و اینها میگه شما با یه شماره تلفن 10 مرتبه میتونید رأی بدید. بعد این دوستمون گفت که دیروز اینجوری بوده و یه مقداری از رأی ها یا از اون امضاها کم شده. بذارید من اینو بهتون نشون بدم. بهش گفتم که والا من نمیدونم سیستم این وبسایتی که تومار میذارن یا اینکه پتیشن پر میکنن به چه صورت هست، ولی میدونم که بعضی جاها هستن که اگر از یک آی پی یا از یک جا 2 تا 3 تا 4 تا، یعنی اگه شما توی خونه ای باشی حتی با یه کامپیوتر، خانمت رأی بده، شمام رأی بدی، پسرت رأی بده، دخترت هم رأی بده، اینها چون اساس رو گذاشتن بر اینکه هر یک آی پی، اینترنت پروتکل آدرس یا هم چیزی میشه، هر یه آی پی یه دونه رأی داشته باشه، ممکنه در آخر شب یا اول صبح یا هر وقت، کامپیوترها معمولا 2 صبح میذارن برای مینتیننس کردنشون اینها، چون باور دارن اون موقع بیشترین آدم ها خواب هستن و استفاده نمی کنن. البته دیگه این روزا 2 صبح از بین رفته، چون وقتی اینجا 2 صبح هست کالیفرنیا 11 شبه، وقتی اونجا 11 شبه تو ایران 11 صبحه و فرق می کنه. در هر صورت صدای مظلومیت این آقای محمدعلی طاهری رو به این صورت، به صورت پتیشن گذاشتند اینجا، در وبسایت های مختلف هست، در فیسبوک تلویزیون مردم هم هست. نوشتن برای کمک به رساندن صدای مظلومیت استاد محمدعلی طاهری به گوش جهانیان، این کمپین را امضا کنید. به نظر من کمپین امضا کردن غلط جملش، این تومار را امضا کنید، این کمپین را امضا کنید. برای امضا کافی است یک آدرس ایمیل فعال خود را به همراه نام واقعی یا نام مستعار خود را در سمت راست وارد کرده اطلاعات را تکمیل کنید و گزینه ساین یعنی امضا را کلیک نمایید. دوستان گرامی، تا کنون بیش از 8600 امضا جمع آوری شده و لطف کنید پتیشن آواز.org که آن را در صفحه فیسبوک خود گذاشته ام امضا کنید. این رو اون دوستمون گذاشته بود و من هم از وبسایت ایشون شیر کردم. وقتی که شما این رو میذارید و این کلیک میکنید روی اون آدرس لینک، براتون یه وبسایتی به این صورت باز میشه که این وبسایتی هست که مال اون آواز.org هست، که شما هم میتونید برید اونجا اگر موضوعی هست میخواین پتیشنی پر کنید، شما هم میتونید برید اونجا و این کار رو به اصطلاح انجام بدید. بذارید من بذارمش اینجا، میبینید آواز.org، من نمیدونم، فکر نمیکنم این ایرانی باشه، ولی مال هر کی هست، بالاخره یک جایی رو باز کرده، سکویی هست که هر کسی میتونه بره اونجا صدا بزنه، فریاد بزنه، داد بزنه، کمک بخواد. و میبینید که تا کنون 8649 نفر امضا کردن و نوشته که let's reach 10,000، نوشته اجازه بدید با هم به 10,000 تا برسیم. خیلی هم ساده است، شما اینجا اسمتون رو یا آدرستون رو میزنید. بذارید ما یه بار دیگه هم بزنیم info@mardomtv.com. اون دوستمون نوشته اسمتون رو بنویسید، من جایی برای اسم ندیدم. این پایین نوشته که میخواین نظری بدید، بله شما یه نظر میدید، مثلا می‌نویسید که ما فکر میکنیم که هیچ کسی به خاطر باورهای دینی، مذهبی، شخصی نباید زندانی بشه، هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی نباید داشته باشیم، و امضا میکنید. اینجا هم چک میکنید این پایین که آیا نوشته شما با دیگران به اصطلاح نشون داده بشه یا نه. من این رو میزنم ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. این بغلش می‌نویسه که نمیدونم چرا You are using Facebook as a page. آها، چون از طریق فیسبوک آمدم اینجا، میگه که
خب از طریق فیسبوک ساینین کن. ببین مثلا شاید یکیش اینه، مهم نیست که من با چند تا ایمیل مختلف میرم اونجا مینویسم، ولی چون این ریشه و پایه و اساسش رو میدونه که از فیسبوک هست، اونجا فقط با اون اسم فیسبوک من میره و باقی رو پاک میکنه. در هر صورت همه اینها به کنار، مهم این هست که من و شما به داد افرادی برسیم که امروز جایی هستن که فریادشون رو کسی نمیشنوه. به زودی یکی از دوستانی که طرفدار آقای محمد علی طاهری، دکتر طاهری هستن و خودشون هم پیرو این مرام و مسلک هستن، در تلویزیون مردم برنامه خواهند داشت و منتظریم که بیان برنامه هاشونو بذارن. شما هم از خود این دوستان سوال کنید و اگر نظری هم دارید باهاشون خیلی مؤدبانه در میان بگذارید. ما احتیاج نداریم به همدیگه پرخاش کنیم، احتیاج نداریم به همدیگه سخن بد بگیم، میتونیم با سخن خوب با منطق با یکدیگر صحبت کنیم. ممنونم از یکایک که شما دوستان عزیز، ساعت 3:43 است. خبر خوش این که امروز برنامه دیدار یاران و فکر کنم تا 4 هفته قول گرفتن از خانم فرح دوستدار که ایشون مهمان برنامه باشن و من هم این افتخار رو دارم که مجری برنامه باشم، برنامه رو باز کنم، از ایشون سوال کنم، پرسش کنم. اگر شما سوالی دارید، ایشون میخواد در رابطه با حقوق بشر مخصوصا در رابطه با خانم ها صحبت کنن و اینها، و هر جلسه ای رو به یک بحثی اختصاص دادن، شما هم میتونید سوال کنید و نظراتتون رو با خانم فرح دوستدار از لوکزامبورگ در میان بگذارید. آقای دکتر محمد علی طاهری و تومار رو گفتم و ازتون خواهش میکنم که امضا کنید. بنیاد مهرگان و این 10 تا بلیت موجود رو بهتون گفتم که بلیت ها رو اگه اونجا بخواید بخرید $150، اگه از قبل خریداری کنید $125. ما 10 تا تیکت داریم و حاضریم که با همت عالی هر مبلغی که شما پیشنهاد کنید این تیکت ها رو در اختیار شما و دوستان قرار بدیم. اونهایی که مخصوصا اون نزدیک هستن برن اونجا و از این جلسات لذت ببرن. افراد بسیار زیادی در این برنامه شرکت میکنن، آگهی هاش رو بین برنامه های تلویزیون مردم میبینید. پس برنامه به این ردیف ادامه پیدا میکنه. سربی با مردم با 2 تا مهمون خوب داشتیم امروز. پس از اون دیدار یاران با خانم فرح دوستدار، پس از اون برنامه آقای حسین مختار زیبایی. آقای زیبایی یه اسمی هم برای برنامه ها بذار، ببینیم به اصطلاح شما چه اسمی رو دوست دارید بذارید. وقتی که من اینو فرستادم الان برای من آمد که Thank you for signing my petition. Free محمد علی طاهری, a teacher of love and unity from illegal imprisonment and threatened execution. میگه که متشکرم که امضا کردی برای آزادی دکتر محمد علی طاهری، معلم عشق و وحدت، از زندان غیرقانونی که حتی تهدید به اصطلاح اعدام و از بین رفتنش هست. حتما یه کاری انجام بدید. این هم چیزی که من امروز ازتون خواهش میکنم. خب بریم یه چند تا از مقالهایی رو که دوستان لطف کردن فرستادن و از یکایکشون تشکر میکنم، از کوروش عزیز گرفته از فلوریدا تا خانم شایسته، تا علی شیرازی عزیز، تا بهروز نازنین از کانادا، تا بها، تا دوستانی که دیگه حالا گفتن اسمشون به طول می انجامه. ولی جالبه که این به اصطلاح آقای جان مکین که یکی از تندروهای آمریکا هست و این یه مدت هم میخواست رئیس جمهور بشه، ولی به دلیل همین تندروی ها به اصطلاح اونجایی که گفت با ایران چه کار میکنید، گفت که بام 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 ایران، دیگه کنار گذاشته شد. با اشتباه بعدی بزرگتری که کرد و اون خانم بی تجربه رو به خاطر اینکه ایشون خوشگل بوده و سالها پیش نمیدونم دختر شایسته آلاسکا بوده، نمیدونم کجا بوده، آورد و افتضاحاتی که اون خانم به بار آورد که میومد از مادران صحبت میکرد و اینها، ولی دیدیم که بعد مثلا یک
پیرنی که پوشیده بوده $1,500 قیمتش بوده. خلاصه آقای جان مکین یکی از اونایی هست که به دلیل اینکه تو جنگ جهانی دوم بوده و افتاده یه جایی و جنگ جهانی دوم نه عذر میخوام ازتون توی جنگ ویتنام بوده، افتاده تو ویتنام و اسیر شده و گرفتن زدنش و استخونهاش و شکندن و اینها، این هنوز که هنوزه داره نون این اسارت اونجا رو میخوره و آدم بسیار چی میگن بی پرنسیپی هست. و مثلا ازش پرسیدن چند تا خونه داری، اصلا نمیدونست چند تا خونه داره، یعنی اصلا با مردم عادی آمریکا ایشون در تماس نبوده، نیست و نخواهد بود. ولی ببینید هر جا آشه این آقای کچلک فراشه و میره اونجا، امروز میره با یه نفر صحبت میکنه، پول میده، پول میگیره، کمکشون میکنه، فردا که میفهمه اینها تروریست بودن میگه من که نمیدونستم اینها تروریست بودن. یعنی حتی شعور و فهم نداره که بره اول تحقیق کنه و بعدن بره با اینها. میبینید که همیشه در کنار این تروریست هایی که امروز بهشون اسلحه میده و نمیدونم مدال میده و گردن بند میده، فردا همین ها مثل بن لادن، مثل این آقای، حالا بعضی ها میگن نگین آقای، این عمر ابوبکریه، کیه این الان رهبر داعش، بله این آقا، اینها همشون برای آمریکا و اسرائیل کار میکردن. و میبینید که جان مکین اینجا هست و این مثلا پرچم سوریه است دیگه، نه همه جا هست، عراق میره، اینجا میره، اونجا میره و به نظر من هیچ چیزی به جز سوء استفاده کردن از این برنامه ها نداشته، ندارد و نخواهد داشت. امیدوارم که این شرش از توی مجلس سنا کنده بشه، یا بره خودش بازنشست بشه، یا دیگه سنش هم اونجوری هست که اگه دعا کنیم بمیره و ما راحت بشیم هیچ اشکالی نداره. یکی از دوستان از سوئد اگر اشتباه نکنم، یک خانمی ایمیلی فرستادن و نوشتن که اونجا مورد اذیت و آزار دولت سوئد قرار میگیرن، حتی مامورین قطار مثلا به ایشون. ببین دوست نازنین، توی اروپا همیشه این تبعیض نژادی بوده و هست. ماها اروپا وای نسادیم، اومدیم آمریکا چون فکر کردیم اینجا نیست. اینجا هم یه احمقای هستن که یه نسل زودتر از ما اومدن اینجا و هنوز حماقت اون اروپایی ها تو مغزشون هست، اونا هم همین برنامه رو بعضی وقتها با ما دارن. چیزی که هست، ما جایی هستیم مثل واشنگتن، مثل کالیفرنیا که بهش میگن دایورسیتی خیلی زیاده، یعنی این دایورسیتی تنوع اینا میشه، انواع مختلف آدم ها اینجا هستن و به همین خاطر اینجا خوبه. ولی اون وسط های آمریکا که همه هم معمولا کم سواد هستن یا بی سواد هستن، اونجا هم همین رفتار و اعمال دارن، بعضی وقتا آدم ها رو میکشن چون بلد نیستن، نمیدونن. و هرچی مغز آدم بازتر میشه و بیشتر میدونه این مسائل براش راحت تر میشه. در صورت متاسفم که شما اونجا مورد اذیت و آزار قرار میگیرید، ولی ما چه میتونیم بکنیم به عنوان یه تلویزیونی این ور آبها. دوستان علی بنویدی هنوز در زندان هست، با 3 از دوستان توی جبهه آزادی خواهان تماس گرفتم، اینها تماس گرفتن با آقای علی بنویدی. علی بنویدی میگه من نمیدونم چرا وقتی من میگم میخوام عضو بشم اینها میگن تو نمیتونی عضو بشی. من فکر میکنم اینجا میگن lack of communication، سوء تفاهمی هست، همدیگر رو متوجه نمیشن تلفنی چیزی، چون یکی از به اصطلاح اون قوانین جبهه اینه که میگه ما به هیچ کس به گذشتهش کاری نداریم، ضمن اینکه این بنده خدا که گذشته چیزی هم نداره، فعال بوده و اینها. در اصل دوستانی که در جبهه هستید، دوستانی که در سوئد هستید، دوستانی که میتونید با یه تلفن روی فیسبوک با رفتن به زندان ایمیگریشن و اداره مهاجرت سوئد دلداری بدید به این جوان، دیدن کنید، ازش راهی رو بهش نشون بدید، حتما این کار رو انجام بدید و دریغ نکنید. امروز به فکر زندانی ها باشید. دکتر محمد علی طاهری، آقای علی بنویدی، دکتر طاهری در زندان های ایران، علی بنویدی در زندان سوئد. و اما آقای سعید خان، ساعت 12 ظهر گذشته در کالیفرنیا، اجازه داریم راجع به کباب صحبت کنیم؟ خب این نوع کباب را به هیچ عنوان نخورید، چون میگیم نخورید اجازه داریم صحبت کنیم. برخی کارشناسان بهداشت و تغذیه در مورد استفاده از سنگدان، پوست و دیگر ضایعات مرغ
و سایر افزودنی های غیر مجاز در تهیه کباب کوبیده هشدار می‌دهند و می‌گویند این مواد و افزودنی های غیر مجاز چنان با هم مخلوط و چرخ می‌شود که مردم متوجه آن نمی‌شوند و فقط به دلیل خوشمزگی این غذا را می‌خورند. توی شیراز اون وقتا می‌گفتند چغور پغور. یک سینی بزرگی بود، زیرش یه پریموس روشن و بوی پیاز و یک سبزی هم بهش می‌زدند، تا دو تا خیابون اونورتر هم میومد. نمیدونم چه کار میکرد، فکر کنم گاهی وقتی هم یک کم آب میریخت که این بخار کنه بوش بیشتر بره، و هر کسی اونجا رد میشد گرسنش میشد یک قرون دو زار میدادیم چغور پغور. نمیدونم چرا بهش میگفتم. خلاصه این وقتی میخوردی، بعد اگه یک کسی بهت میگفت از چه چیزایی درست شده ممکن بود حالت بد بشه، از سفیده، روده، هر چیز اضافی توی قصاب خونه بود که نمیتونستن به صورتی نشون بدن و بفروشن، اینا رو چرخ میکردن و چون چرخ میکردن یه میکسی میشد دیگه، شما نمیدیدی چی هست چی نیست، اون رو با پیاز ولم و با یه سبزی میزدن به هم. معمولا هم تو خیابونا گرسنه زیاد بود دیگه، میخوردیم. خلاصه من هنوز تا هنوز یعنی وقتی اسمش میاد حتی دهنم آب میفته. در هر صورت این کباب کوبیده بازار میدونید که الان حتی تو ایران رسم شده، شما میری اونجا گوشت برات میبره، کات میکنه، میندازه تو چرخ، برات با همون گوشت کباب درست میکنه میده. یا یه کبابایی هست که گوشت رو کاردیش میکنن، یعنی ضمن این که کباب برگ نیست ولی مثل کباب کوبیده تیکی تیکه است، ولی گوشتیه که شما انتخاب کردی. البته امیدوارم گوشت خر و الاغ و نمیدونم شیر و پلنگ و اینها بهتون نداده باشن، که خود اونها یه جایی مهم و گرونه، شیر گوشت اسب اینجا به فکر کنم میفروشن. در هر صورت باز برگردیم به اون موضوعی که فروش ملخ برای خوردن در شهر عوض استان فارس. کباب کوبیده ما رو تشبیه میکنن به سوسیس، که همه چیزای مازاد رو اونا میکنن سوسیس، چرخش میکنن، میکننش تو این پلاستیکا که من و شما نبینیم چیه، ولی هممون سوسیس رو میخوریم. وقتی هم میخوریم میگیم آقا چه اشتباهی کردم. باز دفعه دیگه وقتی گرسنه‌مونه تا بگن چی میخوایم میگیم هات داگ، تو آلمان باشیم میگیم ورس. در هر صورت کباب کوبیده از محبوب ترین انواع کباب است که در آن از گوشت چربیدار چرخ شده و پیاز استفاده میشه. دوستانی که کباب کوبیده درست میکنید و تیکه تیکه میشه، یادتون باشه اگه چربیشو خیلی کم کنید اتفاقا اینجوری میشه. حالا همین میگن سربی، رفت رو منبر دستور آشپزی بده، وقتی هم که هیچ چیزی بلد نیست از آشپزی. بابا آدمای چاق آشپزی رو بلدن، خوردنشو بلدن، آشپزی مراحل داره. مگه شماها نمیگید کار رو کی انجام داد؟ اون که کار رو کی تموم کرد؟ ما اون قسمت آخرش رو انجام میدیم دیگه، کار رو تموم و کمال انجام میدیم. ساعت 3:55 است، اجازه بدید برای اینکه سر وقت برنامه خانم فرح دوستدار رو پخش کنیم با هم بریم و منتظر ایشون باشیم، برنامه رو پی میگیریم. دیدار یاران، پس از دیدار یاران برنامه آقای حسین مختار زیبایی، و این برنامه ها تا دوشنبه به همین ترتیبی که میبینید به ترتیب اجرای نقش بازی میکنن و میبینید و روی یوتیوب هم میتونید اینها رو ببینید. از اینکه با تلویزیون مردم بودید بسیار ممنونم. حتما 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 به یک نفر دیگه تلویزیون مردم رو معرفی کنید، یعنی دوشنبه من شما رو ببینم، اون دوستتونم برنامه مردم تیوی رو ببینه. مرسی، خدا نگهدار و به امید دیدار شما نازنینان. آخر هفته خوبی داشته باشید. اگر اهل مشروب هستید انقدری بنوشید که شنگول بشید و صفا کنید، انقدری ننوشید که مست بشین و رانندگی کنین و یک کسی رو بکشین و تیکت بگیرین و زندان برید و درد سر. مرسی، به امید دیدار.